سلام عرض میکنم شفیع هستم. امروز 20 جولای سال 2019 میلادی است و ما باز هم در یک برنامه زنده در خدمت شما هستم. قسمی که همیشه میگم، اگر یک روز ما شما تانسته باشیم که یک راه حل برای وطن خود پیشکش کرده باشیم که به اساس از او در وطن ما صلح شده باشه، به اساس افهام و تفهیم است، به اساس جنگ و دعوا نیست. البته این جنگ و دعوای امروزی ما شاید آهسته آهسته با مو طرف ما را سوق بده که با یک کامن سنس یا معقولیت منطقی بالاخره با مشکل دلدردی شکم مملکت خود ببینیم و ببینیم که چرا قدر قتل عام است، چرا قدر دوزی است، چرا قدر مملکت ما میسوزه، کل مملکت ها آرام و جز مملکت ما. و شاید که آیست آیست متوجه شیم که ما در اینجا چی یک نقش غلط بازی کردیم و چطور میتونیم که یک نقش خوب بازی کنیم. البته برنامه های زنده ما تنها به یک منظور است، ای که شما بتانین یک روزنه برای ابراز عقاید و نظراتتان داشته باشین، یک میکروفون یا مایکروفون داشته باشین که نظرات خودش شریک بکنین. البته ما هم من ایسی کسی که در اینجا برنامه دارم بسیار با خوبی و خوشی میزبان نظرات، پیشنهادات، عقاید و حتی دعوی شما می باشم. مثل عرفته شما میتونین در اینجا اشتراک کنین و نظراتتان به شکل درست، معقول، منطقی ابراز کنین که هموطنهای ما از شما بیاموزن. و اگر یک چیز شبه که ما هم از شما یاد بگیرم و دوستای ما که میگن که تاپک امروز چی است، اصلا در برنامه های ما که یگان دفعه ما تا یک تاپک هم با گذاشتن یک تصویر برای شما انتخاب میکنم، اما تاپک اصلی ما گپ شماست، نظر شماست، چی شما مطرح میکنین. اونمو تاپک از این هفته ماست. کدام دفعه اگر شده باشه که ما شما را چی کرده باشم، مقاید به این ساخته باشم که تنها سر اینی مسئله گپ بزن. واقعی هر چیزی که نظر شماست، انتقاد شماست، سوال شماست، پیشنهاد شماست، شما میتونین که او را در اینجا مطرح کنین. اونمو تاپک بین برنامه ما و شما است. یک آقا یک خانم دیگه که زنگ میزنه بازو میتونه که نظر دیگه داشته باشه. بفرمایید دوست عزیزم، روی خط هستین. جناب عرصه سلام خدمت را نرز میکنم. حاجی روزوی از مدستو. حاجی سیب سلام علیکم، جور بخیر، ساعت شما خوبه؟ تشکر میرمان هستیم، خوشحال هستم که در قدم اول با شما ارتباط گرفتم. بخیر باشه، بفرمایید. حیار سر محترم، از شما یک سوال دارم. سوال نیست که تو یعنی مرا کمک کنیم در این مورد. یعنی اگر شما در مورد بهار یک مقاله نوشته کنیم درباره همون صحبت میکنیم یک کمک یا نیم؟ بله ها، بسیاری وقت من سوالای شما را از جمله اولتان میفهم که چی را مقدمه چینی میکنین. بله بفرمایید. ولی این طور است که ایرانیارا یعنی قسم نمی کنم این ویدیو کلش از شما یاد گرفتیم، یعنی قبلا من نمی فهمیدم این گپ رو. خواهش میکنم، خواهش میکنم بخواهش. ما منظور بعضی است که ما میگیم که سوری البقره، بله، یعنی اگر ترجمه کنیم سوری گاو، بله، یعنی لا قرص در سوری البقره در مورد گاو خو یک کلمه میامد نمیامد، یک صحبت یک جمله میامد، ولی در باره گاو هیچ گپی نامده است. یعنی همین گای بیچاره لاقل مثلا باید زاره ترخ شد که گم دوارش نامده، ولی باید شده سه. یعنی گم سوال ما یک سوال نسبتا ساینسیست هست. بسیار خوب، بفرمایید. یعنی در سوره 39 آیت 29 نوشته است که اوست آن کسی که آنچه در زمین است اما را برای شما آفرید، سپس به آفرینش آسمان پرداخت و هفت آسمان را استوار کرد و او به هر چیز داراست. بله، یعنی سوا
سوال ما از لحاظ سانسی است که سانس میگه که امی کائنات در 13.5 میلیارد سال وجود آمد، یعنی زمین ما در و در مورد زمین میگن که در 4.5 میلیارد سال قبل زمین وجود آمد. یعنی اگر آسمان نمی بود این زمین چطور میتونست که همه چیز برای ما وجود داره؟ یعنی از این که سانس است منظور است که اول آسمان بوده که زمین وجود آمده. بله. ولی در اینجا گفته میشه که او سانکسی که آنچه در زمین است همه را برای شما آفرید، یعنی در زمین همه چیز آفرید بعد از اون آسمان ها پرداخت. یعنی سوال ما به نمیست که ایار صحبی محترم که اگر او بسیار برد مذرد دیگه که در سوری البقره اگر گوزار طرف نشه مذار طرف میشون این سوال درست برمید. خب دو قسمت کتن باشین، یکی که در 1400 سال تمام گواه یک گپ میزنن که والا نام ما آمده ما سر ما هیچ گپ نزده، کلشان همه تا ایران که چی خواهد گفته باشه. راستی ای در قرآن امی گپ که شما زنین بسیار صدق میکنن که حتی آیت دوم آیت اول چی نمیکنه، پیروی نمیکنه. یک آیت سر یک چیزه، آیت دیگه بخی سر یک مسئله دیگه است. مثلا سوره بقره که شما میگین که یک کلمه هم سر گو نیست، بله. خب بازت یک اپ است که این نام سوره ها در خود قرآن نیست، نام سوره ها را یک آدم دیگه یا یک آدم های دیگه انتخاب کردن که چرا این را گو انتخاب کردن، مثلا امون روز تشنه بودن پشت شیر میموردن این را بقره ماندن. یعنی این در قرآن نامده که نام از اینی سوره بقره است و در ایش سوره هم نامده که اینی نام سوره است و آیات هم تو نامده که در اینی سوره اینی آیات آمده. این نفرا بسیاری مردم حتی معلومات نداره، خیالشان که از آسمان آمده سوره اول سوره الحمد الحمدلله رب العالمین تا اینی جا با سوره بقره آمده 288 آیت. در 288 آیتی که در سوره بقره است سر حداقل 50 مسئله مختلف یا 100 مسئله مختلف بدون از این که با یکی دیگر رابطه داشته باشه گپ زده میشه. یعنی اگر ما بگیرم یک صفحه از این سوره رو بخونم دو آیت با یکی دیگر شاید سر نخوره یا 5 آیت سر نخوره. این دلیلش ایست که یک یاد آدمایی که به احتمال اغلب غول بودن قرآن تصنیف کردن یا این نفهمیدن که چی را در کجا بگیرن. و دیگه ای که چیزی که بسیاری مسلمان ها نمیفهمه بخصوص در کشورهای عقب مانده اسلامی پاکستان، افغانستان، مثلا این کشورهایی که سر اسلام زیاد خود میکشن اینا عقب مانده ترین هستن، از بیسوادی بسیار مسلمان ناقصن. کشورهایی که اگذر باسواد شده و یک کمک بهتر همی اسلام به شکل افراطی بسیار دمی کشورهای بیسوادترین جنگ زده است که افغانستان یکی از واسه. مثلا در آلند که کدام نفر چیز کارتون پیغمبر کشیده بود در ایج افغانستان دنیا مظاهره نبود، افغانستان و پاکستان و اونو یک مملکت دیگه افریقایی است، این میرمی سه جای مظاهره بود و یا عقب مانده ترین کشورهای دنیا است. این حال ای کسایی که قرآن یک جای کردن، اولی که در قرآن آیات تکراری است که با هم سر نمیخورد. من یقین دارم شما که میخوانین و کسایی که خوانده ای را میفهمن. مثلا یک آیت در مورد موسی 23 دفعه آمده، مگر 23 دفعه با 20 رقم مختلف آمده که با هم دیگه سر نمیخورد. دلیل از این چیز، دلیل از این که در دروازه مدینه بعد از وفات پیغمبر نفرها را چند سال بعد چانده بودن، یک دو نفر را که در اوجه بالاخره ختمشته کردن یاد داشت، چون مردم بسیار بیسواد بود و این در قرآن آمده که ما برای مردم بیسواد پیغمبر از خودشان یعنی یک بیسواد رایی کردیم، یعنی در یک جامعه بیسواد بود. این حال بالاخره که مردم های فارس و افغانستان امروز و بخارا و اینی جای و مردم های یونان و غیره و غیره و یهودا و اینا که نزدیکتر شدن یا در فکر ازی شدن که والا ایره باید نوشته کنیم، بنام قرآن تو جمع آوری میشه. در دروازه مدینه نفر شاندن میگه کدام آیت از رسول الله شنیدی، میگه آه چی آیت اینی آیت، بسیار خوب شاهد داری، آه دو شاهد کار است، این بچه ما بیادرم او را نشته میکنه. یکی دیگه میگه او میگه که آیت شنیدی، بله سب اینی آیت شاهد داری، دوتا اینی دوتا شاهد ماست. امی این آیت او به یک رقم دیگه یک زاخ چل زاخ ای را نشته میکنن.
بنان در قرآن این مشکل اصلی خود قرآن نیست، به خاطر ازی که قرآن تصنیف شده توسط افراد اشخاص، آیات جمع‌آوری حتی گفته شده توسط افراد اشخاص، چانس ازی که همی آیات اصلی نباشه موجود است، چانس ازی که آیات تکراریش، چرا در قرآن آیات است که تکرار شده و 100% میتونی بکشی که نهی به این سر نمیخوره. بنان این ما مشکل اصلی خود قرآن نمیدانیم، اما قرآن واقعا این مشکل در خود داره. بنان برای یکی آدم وطنهای قابل قبول نیست، خوش دارن که یک دو بزنن ای توی خواهین استی، تو مرتد استی، تو عزیزی، مگر وقتی که اینی معلومات پیدا کنن دیگه دو نمیزنن، خودشان هم یاد میگیرن. بنان همی گفتش که شما زدین نه، همی گفتش که شما زدین در قسمت قرآن است. اینال آمدیم در سر سوره 39 آیت 29 که شما گفتین اول زمین ساختیم باز به آسمان ها پرداختیم. جالب شیست که زمین در آسمان ها هست زمین کاملا، یعنی ای از نقطه نظر ساینس کاملا اشتباسه که اگه آدم بگه نه. امو صفی اولادم وقتا اول 8 سال پیش که برنامه این بود یک دفعه آمدم که گفته بود که فاصله زمین و آسمان هیچ کس نمیفهمه، باز از آسمان اول تا دوم خود هیچ کس نمیفهمه، این تنها باید که چی کنیم از روی ایمان میتونیم بفهمیم، در حالی که زمین تا آسمان هیچ فاصله نداره. زمین به حال تعلیق در آسمان است، اکثر سیاره ها همونطور است. آسمان یک فضاست، ما در واقع را که میگردیم در آسمان را میگردیم، در حالی که پای ما در سر زمینه. بنام اینی گپه که در قرآن است که ما اول زمین پیدا کردیم با دزو آسمان ها را، زمین خودش در آسمان ها است. بنام از نقطه نظر ساینس این گپ کاملا غلطه، مگر آیا قرآن غلطه؟ دمو و خلبت خداوند نمقه مردم میتونست که بفهمه با مواندازه فهمشان، البته مقه گفته مثلا اگر قرآن امروز میامد چی میشد، فرق میداشت. مثلا اینجا آقای خواجه اجمل صدیقی میگه او لعنتی در قرآن کریم هیچ مشکل نیست، اینه ای را میگه بخاطر ازی که بیچاره شوی مغزی شده، این در مورد ساینس هم نمیفهمه. اما شما که رفتین این را مطالعه کردین و این یه تا در مکتب ما شما میگفتیم نه دست پنج شش که زمین در آسمان به شکل تعلیق است، در یک حرکت است، اما اینه ما در آسمان. بنان اینی نفر که میگه تو چیست، تو نمیفهمی، تو غلط میگی، تو بد میکنی، با خاطر که بیچارا هیچ وقت مطالعه نکردن کلیشان. آیا سر محترم؟ بله. آیا سر اجازه است که یک کلمه عرض کنم؟ بفرمایید. ما با تایید اما صحبت های شما اوی سوال های ما هم از امی غول بردم هایی هست که ما تو گفایی رو میزنن کاملا. ما هم یک موقع نمی فهمیدم ولی قرآن خواندم سوال از شما میکنم. بنابراین من با این مردم هایی که شما را خدای نخواست تاوییم لگه به میزنه او مردم غور یک بار از برای خدای کن امی قرآن را بخوانین امی گفت رو بفامین امی آقای ایان گفت خراب نمیزنه، گفت خلاف قرآن نمیزنه، گفت خلاف اسلام نمیزنه، به نفع کل ما و شما تک امی یک دفعه قرآن را بخوان بعد از او اگر تاوییم قابل عقل بود به کل اگی کن شما ناراض نشین ایان سب امی مردم ها ما بسیار زیاد داریم. ولی ما از این معلومات شما اینقدر سپاسگزار هستم که دیگه این گنجایش ندارم به خدا، ولی ما با یک کتگوری یا یک کتلی غول سردشار هستیم، مجبور هستیم عیار شد که ما اینا را دیگه در را بیاریم به کمک شما. ما از پیروان شما هستیم، تشکر سپاس، اگر کدام گفتنی اضافی داری خوشحال میشون سر. نه بسیار تشکر. دوستای زم انسان ها مجبور هستن، کسایی که متوجه یک اشتباه در جامعه خود میشن، غلطی ها میشن که مردم با کجراه برده میشه، اینا مجبور است که مرگ در گردن بگیرن، دعوه در گردن بگیرن، بین مردم غول خود اوشار بسازن، دست رای پخته گتشان کنن. این ما بیچاره را 14 سال بازی دادن نوزم اونمو ترکای غولوار راست خیز میزنیم کج. در قرآن چیزایی که گفته شده از نقطه نظر ساینس امروز درست نیست، مگر خداوند نمیتونه 1400 سال پیش در جامعه گپای را بزنه که مردم ایت نمیفهمید. اگر در او وقت میگفت گپای امروز هست مردم ایت نمیفهمید، دیوانه ها را جنگ میکنند. بفرمایید دوست از این روی خط هستین، روی خط هستین. سلام علیکم. سلام دوست از این، بفرمایید. خوب هستین جان؟ شکر دوست از این.
خودم کنم که افتی خوش از که البته که اکو خود که امید بکل ما بیمار هم بسته کلی که ما بوش ما پریشانی رنج است بفرمایید دوست عزیزم آیا جان من میافتی که از اگر نکیدون کنی دنیا خانم نمون دوست که میگی شما من دوست میگو میشه که پیشو بیافتا اعلان کنه دمی از طرح خود که بالم یا فرغانی در تلویزیون یک اعلان کنه که شیواز بیتر مردم از این خوش است سیواف فیصد؟ بله آب سیواف فیصد یا سیواف فیصد ما در این یعنی هنوز اگه بادی من گفت خود خلاف کنم بطر مستیدان گفت بفرمایی باز ما در این چی گوش کردم گفتمانی سنتین خودمون میستاد از زور اشرف هست اگه دیگه میزد او میزد که بلاخره که اون زن دورست خواست جزیا گفت که بکار ما کرد بله ولی هم همیچه میکنه که ولی هم یعنی افغانی خوب کار کرد البتن این خبر نداره کسی همون جلایی که یک دو به چه نفر این کفته یک قاتل با انسان پشت کسیم خود تا خوش سیویزیش دیگه که میاد اینی و تو میخوایی که بری افغانستان یک مزران دیگه شوی دیگه خود امو چیز مچه یا بیدوزر خود دیگه که نیست رو کردی حالا شد که مگر بخواهیش آیا مریچ هم یک مثال افغانی داریم که بگم پتر باید پتر دیگه کابل جان برو کتر بگی آلیا هم فردش در کابل جان هستن بله برای از اینکه شفی جان کنید که اینا کسی با هنوز هم تورست هایی که تمام بین امریکا که امریکای ها پشت تورست میگه و هر وقت از گلاب شدن از تورست دفاع میکنن شد و به این کسی که از اشتفری که تورست دفاع میکنن بله هر کسی که از اشرف غنی حدی تورست پا میکنن آقای آن من را دیمی اقلش میگم که تورست هستی اگر معلوم هستی که در کانادا که تورست هستی اگر کسی هستی تورست هستی بسیار خوشحال شدم تورست غربی نامتا مانده مگم بسیار خوشحال شدم دوست عزیزم برای ای هفته همین مسئله همین سجده را برد میگم که بخاطر ازی من همین را نفرمید که چطور که کدام چیز گلاس چی میدارد کدام چی آخو سجده ایتون است که برای سالهای دراز در یک دوزی مصروف بود دوزیش گیر آمد پنج سال پیسه یتیم و بیوار دوزی میکرد آل از بدنامی مجبور است که یک طرف برای یک کس را خوب بگه یک ادخل امون مردم از این دفاع کنند سو از این خاطر او کدام چیز نیست که سر از اون شما چه باشیم ولی ما بسیار خوش شدم دوست عزیزم دیگه دوستا را میگیرم و دوستا عزیزی که مثلا برای مرتد اگه میگیم ما خواهی نامده می نمیجه امو گپ خدا نیزنم تا میتونی که بیا یه نه برنامه هم واضح است نمره تلفن هم در بالا بیا قرار کده بگو که از اینی خاطر گپ غلط است و یا اینی گپ درست است نه هیچ کدام مشکل نیست ما خواهی اجازه میتونم تانه بفرمایید دوست عزیزم روی خط هستین سلام جناب آقای عیار خدا قطع نکنی مثل برنامه مثل برنامه های دیگه ما همیشه قطع میکنم به خاطر که خودت چند دفعه وقت دادیم هیچ وقت نتونستی اگر که دو کلمهش با هم منطق داشته باشه پیشکش بکنی از این خاطر بعد از یک سال دو سالی که وقت دادم باز بعد از او دیگه گفتم نه خودت دمی برنامه ما کدام چیزی که به عرضه که بمانمت نداشتی حتی گپ زدن خود یاد نداشتی یعنی جمله تا صحیح گفتن نمیتونی بله برحال دوست عزیزم شما میتونین زنگ دین این دوست عزیزم بله بفرمایید بفرمایید دوست عزیزم بله سلام علیکم بابایا سلام دوست عزیزم خوب هستین بفرمایید تشکر امیدوار هستم زور سهرمان باشین جور باشین شما بفرماین آقای یار دوی سوری آل امران همی آیت آیت همی چی را تلویزیون را پخش کنین بفرماین سوری آل امران آیت آقای یار همی سوری آل امران آیت 96 را ببینین آه بفرماین که چی است آقای یاری نمیشه نوشته است که آج دنیم مکه نیست اینمی آج کرد او
اون امور سعی کنون اونگو آج در مکن است در پاکه پاکه یا در اسرائیل است یا در یمن آی مردم اگوی لودناشه نارین اوش عربیش بخوان با فارسی کنش مکن است کده با عربیش بخوان است در پاکه. خب ایره در کجا شما دیدین؟ در خود قرآن خون نیست در قرآن؟ بله خود قرآن است. مسلمان ها خود جاهل است نمیخوانم مجبور ما کافر ها برشون بخوانیم. باشین که ما آیت 94 گفتین؟ 96 96 96 خواه یه نباشن یک دقیقه. نه نه گرفتم گرفتم 96 آقای 96 خام ابراهیم و من دخل کان آمن و دل ناسه حجل بیت من استطای سبیل و من کفر فین الله غنی آن العاملین. در آیت 96 امی کلمه بکه راست میگن مبارکه؟ ولی ها بکت بله آقای اینمی اینمی جسو در اسرائیل است. خب ایره ما خدا حاضر است که ما متوجه نشده بودم و راست هم میگن البته ای به چیز به عربیش هسته مگر در امو عربی بکه نشته شده به بکت مبارکه و این اول یعنی خانه اول برای مردم به فارسیش اگر بخوانم در بکه است. این حال بکه را شما ایره تحقیق کردین که در اسرائیل؟ بله آقای یار بکه اصلا دو تار خب باشین یکی در یمن است اصلی یکی در درست بنامه در اسماعیل باشین. ما بر شما اگر دیم اصلا امی قبله اول مسلمان هم خو در اسرائیل بود، اینمی مسجد اقصا بود که بعدن این مکه قبله مسلمان ها شد و احتمال داره که امیگه پکه شما میزنین درست هم باشه. خب یعنی در عربی که همه این نشته شده همه تو گفته میشه به حساب چی که اگه بخوانم میگه خانه اولی که برای مردم یعنی بحث عبادتگاه پیشکش شده خانه مبارک است که به بکت دیجه شده و هدل للعالمین. یعنی امی گپ شما را ما تحقیق میکنم. ما خودم دفعه اول است که به سر خوردم بایی که ما قرآن دقیق خوندیم اما ما به این توجه نکرده بودم. بنان ما ای را سرش یک چی میکنم یک تحقیق میکنم و بسیار خوشحال هستم دوست عزیزم. اگه گفتنی دیگه؟ نه میگم ایار جان یک رو 50 سال زنده باشی خدا یارت باشه. اوکی تشکر. 150 سال راستی بسیار زیاد است. همی 10 سال خوب دیگه زیادش 15 اونم خیش بس است. او خدر حوصله نیست که من 150 سال دیگه چی کنم دیگه دوام بیافم. خب به هر حال دوستای زن از ابوبکر عمری فرار نکنید. ابوبکر عمری رو من هم میفهم شاید فرار کرده باشه من هم اشراسم که تشکر آقای اگر ولی به هر حال بفرمایید دوست عزیزم روی خط هستین. سلام درسته محترم شفیع اگر. سلام دوست عزیزم خوب هستین بفرمایید. تشکر شما امید جو سر باشین محترم شفیع اگر. بگفتم خداوند نمی دو شخص از این ملک ما از جمع اوانا کم نکنه به خنده بسیار خوب هستن. یکی پیغمبر امان که این مدت ها درکش نیست. خب او را خدا کم کده دیگه. خب خی خدا دعای دیگه ما هم قبول کنه اشرف غنی را. اشرف غنی راستی بسیار خنده خوب داره. اگر شما من شما رو میمارم گردین امی خنده ها کرکتر انسان ها را نشان میده. مثلا خنده مانادار، خنده نشخند، خنده لوده، خنده کودن، خنده هوشیار. اگر شما سعی کنین باور کنین انها و اقسام خنده است که یک آدم نشان میده کرکتر و اخلاق و سجایای یک انسان ها. اگر شما در یک مجلس شده باشین 20 نفر خنده کنه از روی خنده شان سایکولوژیکلی میفهمین کدامش در کدام صفحه کتاب باید نوشته شده. غنی یک خنده بسیار کودن داره، یک خنده بسیار لوده داره
امو بچه خر افغانستان در قرن چی نبود یا اونو در بسیاری گفایی که خنده میکنه نه که در بسکشی اگه میخواین که جنرال سای برین باز لطلط خنده اونمو خنده ازی خنده یک آدم بسیار غول لودر نشان میتر و خدا راستی کمش نکنه چون که امو برای ما و شما بسیار یک لذت است که رئیس جمهور ما حداقل اگه باعث غم اندو در مملکت ما میشه خب باز یک خنده لوده داره که سر خندهش میتونیم یک دقیقه خنده کنیم بفرمایید ما بمیاشور بیدل و حافظ و دینا چیز جد علاقه دارم و گازهایی که شما میگید خیلی لذت میبرم بله اما آخر یک شعر از مولانا رو به خیلی انتخاب کرده بود چه بیجانه آنقدر بیمنده کدام شعرشه؟ مورم غلط خوانده بود ایرم برسان اگر شما یکم تلزیب دین شفی جان یا انتخابات که اطمار است و دگرها و دگرها اینا انتخابات درست چی میشه از وطن ما یا همین ساختگی پسش از این خدا نکنه خدایی رکب کنه موز خواهد یک سال دو سال یا چهار سال بسر گردای مردم حکومت خواهد کرد گرچه مردم علاقه نداره که لوزه باشد در قدرت و گرچه وقت شام تیر شده دیگه اونه معلوم میشه از این کمپیناش که میخواه بگم باشه و بوجود که هیچ کار هم نکنه میخواهیم از زبان شما بشنم بسیار تشکر تشکر اصلا در مقاط کسایی که در اینجا هست کسایی که چانس داره که رئیس جمهور شوه یعنی در اینجا آدم های خوب هم هست اما کسایی که چانس داره که رئیس جمهور شوه از قاطع از اینا اونمو دو سه جاسوسترین امریکا و انگلیس چانس داره در افغانستان نمیل یک آدم پسترین، رزیلترین، غولترین، خاینترین بیاد پیسه امریکا و انگلیس در پشت استاد کن دستایزشان در پشت استاد کن اونمون نفر میبره بخاطر از این که آل افغانستان مردم از گشنگی پشت اونمون آدم میه که چی شوه که برشان یک لغمنان در اون روز بته شکم گشنهشه یک لغمنان بمانه از این خاطر ما باید جامعه را تغییر بتیم باید که جامعه را معلومات بتیم باید جامعه را از این مریضی نجات بتیم اونو وقت ما میتونیم یک چی به وجود بیاریم یک سیستم دیگه به وجود بیاریم که مردم به اساس از او برن و یک رئیس جمهور خوب انتخاب کنن بفرمایید دوست عزیزم بفرمایید دوست عزیزم روی خط هستین بله بفرمایید دوست عزیزم روی خط هستین درست است تشکر دارم روی خط هستین دوست عزیزم آکی درست است تشکر دارم بله درست نفهمیدم که تشکر بیادر چی یعنی روی خط هستین بفرمایید گپ دارین سلام برای شما شفیع عیار و تمام بینندگان محترم سلام دوست عزیزم اول متوجه نشدم خواهش میکنم ما متوجه نشدم ما خودت یکی دیگر رو بخلیم دفعه ال بجای ناوردیم من نفهمیدم که یعنی میگه خوب شد برادرم بخ... شما احتمالا فکر کردین که یک کس دیگر شما رو با من رخ میکنه و ما او رو بله بله من هم رو فکر بفرمایید بفرمایید فکر کردم از من میخوایم منتظر باشم نه نه بفرمایید بفرمایید دوست عزیزم ایاس سوال من در باره آیات چارخانه است شاید شما در این مورد در بحث گذشته تان کم زده باشید در مورد کی؟ آیات چارکل مثلا خلا فامیدم خلا از خلا به ناس همه من پیدا ندارستم که در ویدیوی گذشته در این مورد این باره گرد زده باشید سوال ما ای است که مثلا وقتی که ما میگویم خلا الله احد یعنی بگو که خداوند یکی است خب من از یه تو نتیجه گرفتم که جبرائیل امین بعضاً محمد صلی الله علیه و آله گفته که خلق الله احد یعنی بگو خداوند یکی است اما زمانی که مثلا ما در وقت نماز خواندن ما میگویم خلق الله احد بگو خداوند یکی است پس ما مخاطب کی قرار میدیم دیجا وقتی که ما میگویم بگو خداوند یکی است پس ما مخاطب بگو کی است دیجا و یا ما چه گپ میگویم من فکر میکنم که اگر چی میشه که اگر ما شروع بکنیم از الله احد چون ما به کسی مخاطب نداریم که بگویم خلق الله احد بله
کاملا کاملا این گپ شما بخی درست و معقول است. کل در اینجا هیچ آجت نیست، اما که شما بتین که کلش منفی که بگو اونمو درست است. قل یا ایوال کافرین، قل هو الله واحد، امی قل از این در اینجا اضافی است. اما چون ما مسلمان ها اعتقاد ما به قرآن نیست که یک نقطه پایین نبر یک نقطه بالا نبر که غلطی میشه، در حالی که قرآن حتی در بار اولی که نوشته شده قرآن چی نبود؟ قرآن یک نقطه نداشت، امی حروف در عربستان این مردم مکه و مدینه قرق مانده بودن که حروفشان هنوز نقطه نداشت، زیر و زبر هم نداشتن اینا. یعنی این چیزیست که اکثر ما نمیفهمیم که قرآن دفعه حال که نشه شه اگر ما قرآن رو بیارم پیش همی ملا بانم، ملا دیگه خوانده نمیتونه، چرا نه زیر و زبر داره نه نقطه داره، مثلا هی و خی و جیم و چه کلش عین رقم نشته میشد. بنابراین در قرآن یک نقطه کم و چند نقطه زیاد همیشه بوده، شاید هم وقتی که نشته شده از این خاطر حال امی رقمی که شما گفتین امی قل در ایج زیادی است که قل هم میتونیم پس کنیم، اما حالی در ذهن مردم پیچکاری شده. اگه ای را بگویی واد جانت خیر میزنن که تو قرآن تغییر میتی، او نه 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 باید کشته شوی. بنان هیچ کس از ترس صدای خدا نمیکشد که سنگسار نشه. بله تشکر بسیار زیاد، خوش شدم دوست عزیزم، سلامت باشه. ما در قرآن همین ملا میگن که اینی آیات چی هسته؟ اینی آیات آیات هست که چی شده باشین که ما اینی آیات است که ما چی کردیمش را منسوخ، آیات منسوخ، ما آیات منسوخ در قرآن قبول داریم، اما نقاط که منسوخ شد یا نیم کلمه هایی که باید منسوخ شد او را قبول نداریم. آقای ناصری بفرمایید. سلام دوست عزیزم بفرمایید. خوب هستین؟ تشکر. ما یک سوال داشتم اول در باره در سیرت نبی، ما امیر خاندیم شد که جانا فصل ششمش است، ولادت و کودکی و جوانی پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. بله. در این کتاب ذکر شده که از بن سعید روایت کرده است که مادر رسول خدا فرموده به انگام زادن وی از دهن رحمه من نوری برآمد که قصره های شام در پرتو آن نمایان کردی. امام احمد و درامی و دیگران نیز قریب به امین مضمون روایت کردن. حال سوال من اینجاست که در این کتاب نوشته است که مادر حضرت محمد میگرد که زمانی که حضرت محمد تولد شد از دهن رئی من نور برآمد که از قصره های شام روشن شد. بله حتمی کدام الماسک زده یک چیز اگنه او چیزا نبوده هیچ کدامش مطابق چون... کتاب مقدس مردم مسلمانه که به حدیث و به چیزا باور دارن. بله ها بله ها بله اونا در اون کتاب ها حتی پیغمبر با امی غودش هم قابل خوردن بود. بفرمایید. خواه حالا سوال اینجاست که ما شما میفهمیم که پیغمبر نمانی که تولد شد خورد بود که مادرش فوت کرد، چند شایست ساله بود که مادرش فوت کرد و اونا به رئیس پیغمبر به سن 40 سالگی رسید که بودن که پیغمبر شدن. بله. حالا در کجا مادر از این گفتن؟ در اون زمانی که این تولد شده و این طفل بوده خب کسی نمیشناخت که پیغمبر هم حضرت محمد این همی پیغمبر هست، این همی طفل پیغمبر میشه 40 سال با که مادر از این بیایه بیشینه رو بگویم. و اگر همی کتاب غلط است چرا همی در کانتون افغانستان در کانتون رسمی کابل در شرایط دست داره میشه؟ چرا همی جمهوری اسلامی افغانستان از همچون کتاب های تقلب شده و دست خورده و فریب دادن برای اسلام و نامبدی برای اسلام خودداری نمی کنن؟ بس از همی عجب جناب رایم ی... و در باره آیه 96 سوره از عمران که دوست ما گفت که پیشتر شما مطالعه کردین خام دین بکه که نوشته است بکه به معنای برکت مانا میکن. آها اما نه در اوجه گفته شده اولین خانه که برای عبادت شما چی شدنه او را من او آیت را من خوانده بودم منطقه در فارسی چون خوانده بودم مکه
و بکیش نخوانده بودم چون که دوج مکه نشته کدن سوره آل عمران و دوج اگر بکه برکت منامیت شاید اما اولین خانه که برای عبادت اونو را دوج چی شده ما امیر خب بفرمایید شما گفتان ادین دوج گفتن خداوند که خانه است که مثلا اگر پارچی شما بخانیم اما نا نخستین خانه ای که برای مردم بنا شد اما نا است که در مکه هست و مایه برکت نه امی کلمه مکه را ما امیال دیدم کلمه مکه داشت نیست به عربیش اگر سعی کنین چون ما به فارسیش خوانده بودم ما این را متوجه نشده بودم اما در عربیش ما امیال خواندم به بکت نشته شده مگر باز اگر آیه بعدیش اگر بخانیم باز واضح شده جناب عیال 97 آقای بعدیش اگر بخوانیم با کلام خداوند واضح شده که هدفشان حضرت خانه مکه میتونه که باشه ما در قسمت که شما چی نمیکنم خب دقیقاً دیگه فقط ادبی و ملاها و دانشمندان این سوال نمی بود که امروز از اسلام میان دفاع میکنن و جناب و شهود همین پشک عربی که شما مشناسین پشک عربی کی هست بله اینا پشت در برنامه شما بگیرم که تا اونا خوش میشن که والا کسی نام مرا بگیرم در برنامه ما در برنامه شما همین جواب بدن که آیا مادر پیغمبر همین چیز گفته یا نگفته اگر گفته دلیلش چیز چو اگر گفته اگر نگفته پس چطو همین کتاب مقدس تان که شما میگین بعد از قرآن همین سی بخاری و سیرت نبی است چطو توهین به مادر پیغمبر کرده و چطور شما بر از این مرتب نمیگین که امروز به خودت که میایی از قرآن عرض میزنی اینا نوشتن میکنن که شما مرتب هستیم شما مجبیل هستیم شما توهین به پیغمبر میکنید حال اتا با مادر پیغمبر برای رحم مادر پیغمبر بله ها که از اوجه نور برامده تا شام رسیده بله ها دیگر امی سوال ما بود خدا کنم که علما پیدا شدن و جواب وزیده بودم و نمیگیرم در بنای حق باشید تشکر دوست عزیزم اما آیت 97 اگر ببینید در اوج هم کلمه مکه داشت نامده معمیل ایره اکسای کدم احتمال داره در جای دیگه آمده باشم منظور نیست که شما رو در قسمت مکم بگیرم بسیار خوش شدم دوست عزیزم تشکر زنده باشید خب دوست عزیزم لاین باز است ها لاین باز است دوست عزیزم در قسمت از این که بکه در آیت 96 سوره آل عمران آمده ایره ما باید یک همه که در سر از این ما روی خط هستین دوست عزیزم بفرمایید سلام آقای خوب باشین انشاءالله خوب هستین دوست عزیزم شما خوب باشین بفرمایید تشکر آقای ایار اگر نگاه واقع بینانه به اسلام بکنیم میبینیم که آیات قرآن اصلا از لحاظ تاریخی یکی پشت دیگر نیستن مرد جدوت شدن بعد از اینکه ساخته شدن اولش آخر آمده بینش اول آمده و آخرش اول آمده کاملا جدوت کردن و این گدوتی قسمان است که مسلمان های آینده را گمراه بسازن و کنفیوزشان کنن بله اصلا اگر اسلام را ببینیم اصلا کلش جریانش سیاسی بود در ابتدا وقتی که محمد شروع کرد جنبش خود در یک موقف ضعیف قرار داشتن به او خاطر یهود و مسیح را مردم اهل کتاب میگفتن بله اونا در اون منطقه نفوذ داشتن میخواستن که حمایت اونا را داشته باشن اصلا که قوی شدن دیگه اونا را کار نداشتن سوره های دیگه آمد که نه بزنین و بکشینشان اگر از نگاه تاریخی ببینیم این کلش مسائل مادی و از این جهان است و محمد و مثل دیگه پادشاه ها یک امپراتور بود و یک تاجر بود حضرت محمد اگر بگیم تاجر بود متاسفانه تاجر نبود ای کاش که تاجر می بود و به حق و حلال یک کار میکرد که یک نان برای خود پیدا کنه حضرت محمد و دو چیز ما با پیغمبر ایمان داریم که کتاب خودش نساخته خداوند روی کرده و دیگه ای که با ای که پیغمبر انتخاب شده باقی از نقطه نظر شخصی رسول الله هیچ وقت کار نکرده یعنی یک رول مدل یک نمونه خوب از بشریت
برای بشر شده نمیتونه به خاطر ذکر رسول الله در زندگی خود هیچ وقت کار نکرده. تا که بود پیسه خدیجه بود، بعد از او که پیسه خدیجه خلاص شد جهاد شروع کرد و تا وفاتش پیسه جهاد بود که این منطقه رو بگی، نفر رو بگی، کاروانه بگی، کاروانه بگی، زن از این زن از او، مال مردم مال مردم. اگر این قصه درست است، یعنی این ما به حساب اینمی کتاب اینی 1300 سال یا 1300 سال پیش نوشته شده، به این میگم من خودم شخصا باورم دهیست که رسول الله مثل موسی و عیسی یک آدم سلدوز بوده، اینمی کارها رو نکده. اگر کرده نظر به این کتاب که کل کتاب‌های تاریخ اسلام با می اساس نوشته شده، در اون صورت رسول الله هیچ وقت کار نکرده. مثلا عیسی نجار بود، موسی شبان بود، اما حضرت محمد هیچ وقت بیا کس به ما بگه که حضرت محمد چی کار میکرد؟ هیچ کار نمیکرد. یگانه کاری که میکرد جهاد بود و اون کاروانای مردم که از راه تیر میشد پوشه می کاروانا میرفت، اینا رو میگرفت، مالشون رو خود نفرایشون رو میگرفت میفروخت. از این خاطر امی چیز رسول الله تاجر نبوده. ای کاش که تاجر می بود که امروز و یک نمونه کاری برای ما می بود. متاسفانه در جامعه ما مردم بسیار خار می شد و حقشان هم از قاشه، به خاطر اینمی اعتقاد مذهبی در سلولهای بدنت رفته. تو نمی تونی که یک روزه برای توی رسول الله را که ما اخر یوسلون بگیم آیا رسول الله راستی ای کاروانا را اصلاد میکرد، مالایش را میگرفت، نفرایش را مفروخت؟ و اگر ببینیم به غزوات رسول الله همی تکرار شده. ولی به هر حال دوست عزیزم تاجر نبوده، گپ شما را خاک دود نکرده باشم، بفرمایید. راست خو میگم، من باز محترمانه میگفتم و اکثریت تاجرها هم اول از دزدی و چیزها شروع کردن. و یک چیز آخر برتون میخواستم بگویم که مردم ما افغان ها خبر ندارن که اسلام در قرن 8 آمد به سرزمین ما توسط حمله و تجاوز و اشغال. اینا فکر میکنن که از آسمان پایش کرد در افغانستان. اگر ما آگاهی داشته باشیم از تاریخ خود کمتر نوکر و پی عرب میشیم. بله. آقای شکیب احمدی میگه که جناب یار با گفتن حرفایتان حکم بالایتان صادر شد. حکم بالای ما نه، بلکه بالای تمام جامعه ما صادر شده برادر گالم. تو سه که دهی 40 سال که جنگ است، چقدر مردم کلمگوی کشته شده توسط مردم کلمگوی. ما خواه اگه حکم سرم صادر هم شاید اقل ما خواهم این گپای خود خواهم ایزنم. این از روی کتاب، اینی کتاب اسلامی ماست، این کدام کتاب دیگه نیست. اینمی اساس تمام تاریخ اسلام در دو جل. بنان اگه سر ما حکم صادر میکنیم خواه خیر، حالا ما خواهد اقل میگی ولا کفر گفتی، ولا اینی را گفتی که رسول الله جهاد که میکده پیسای مردم ها میگیره فرای مردم ها، خواه خیر ما را کشی، ما جزای خودم میبینم و جرم خودم قبول دارم. مگه یه 2-3 میلیون نفر که در افغانستان کشته شد، حداقل 1 میلیونش مسلمان بود، توسط مسلمان کشته شد. امیال امی انتحاری ها که میشه الله اکبر گفته میکشن، کی رو میکشن؟ مسلمان رو میکشن. یه حکم آقای احمدی 1400 سال است که جاری شده، تو خواب بودی و اگر از این حکم ما رو میترسانی، ما از این حکم ما نمیترسیم، نه رای میزنیم، هر وقت رفتیم میریم. در این هم امروز میلیون ها نفر تنها اینم امروز زندگیشان میره، در لحظه که ما گپ میزنیم نفرها میمیره. کلگی ما میتونیم که کشته شویم، میتونیم بمیریم. این از راه احمدی صاحب میبرایی که در آن موتر میزنید، خر پس لغتی میزنید میمورید. بنان ما یکی از اونا هستم، اما ما از روی کتاب برات میگم. کتاب تا حکم سرش جاری کو، چون این کتاب این هیچ چیزا رد کتاب میگه تو برو غزوات رسول الله رو بخون. هفته دیگه من یک برنامه در سرم یه غزوات میداشت را باشم. آس پیغمبر، دامات پیغمبر خدا زندانی میشه، دزگیر میشه توسط نفرهای رسول الله. نفرهای رسول الله آس هم یارن پیش رسول الله و دختر رسول الله به خاطر نجات شوهر خود دستبند خود را رایی میکنه که جان شوهر خود آس از بابه خود بخره. یعنی شما ایر جهاد میگن، ایر چی میگن؟ این حاله که کتاب نمیخوانی بیادر، حالا من خواهر چی که برد بگویم توی نمیره
مرتد فکر میکنی، مرا دروغوی فکر میکنی، فالمه گناه من. من دیگه از این که زیادتر چی کنم؟ بیایم شخصی در خانه تان کتاب بکشم، معلم خانگی چیم نمیتانم شام. تو فکر میکنی ما غلط گفتیم، بسیار خوب، برو کتاب باز که خودت بخوان. خودت که بخوان اینه تو میزنی در میروید که خدا ما را پدر یا غول ساختن. ما همی حکم را که میگی صادر شد، بسیار بخوبی در این مملکت، در این مملکت های اسلامی قمردم خوب سرشکم جاری شد که توبه ما هم یکی از اونا حکم قبول داریم، هرچی که خدا خودش چی میکنه. حکم تا حال خو حکمتان هم جاری نتانستین کنین، یعنی او را مگر میتانین هم دستان آزاد، مگر هم باز اگر جاری هم شد خیر استن. لعنت بر تو کثیف، از خدا شرم نداری. از خدا چرا ما شرم کنم؟ خدا خودش در قرآن میگه که، خداوند میگه در آیت 22 سوره انفال که ارا این بدترین جانداران نزد خداوند کساییست که عقل خدا بکار نمیبره. او خدا گناه من هیست که عقل من بکار میبرم. بفرمایید دوست از این روی خط هستین. بله سلام علیکم آقای شفیع. سلام دوست از این، خوب هستین؟ بفرمایید. تشکر آقای شفیع، مشغول یک سوال داشتم. آیا فرق بین قرآن عظیم الشان و باقی کتاب ها که هست، چی آسمانی باشه چی کتاب هایی که در زمین نوشته شده، فرق بین این کتاب ها چی هست؟ والا ما کتب دیگر هست نخوندیم که ما فرق بینشان رو بگویم، اما سوال ما این نیست که ما ببخشون شفیع آقا، من سوال میخوام مشخص کوتاه اما در فرمانا برسم بگویم. هدف ما این نیست که شما کدام ما کدام رفرنس هم با شما نمیتون کدام کتاب زمینی و یک کدام کتاب مثلا باشه یک کدام کتاب آسمانی دیگه باشه. هدف ما عزیز که کتاب بین قرآن و متباقی کتاب هایی که در کل دنیا هست چی هست؟ هم یک فرقش اگه برای ما ببین باز یک سواله که خورده دگام دارم که باز من شما میخواییم بکنم. خب حالا یک دفعه ما را در بازی شطرنج مات نکنین، اما ما برای شما میگم که فرق قرآن با کتب دیگه یک سوال بسیار نامشخص است. مثلا کتب دیگه در زمین، اگر هر کتاب دیگه منظورتان از زمینی آسمانی، در اینجا به صدها میلیون کتاب، یک کتاب قصص، یک کتاب فکاییست، یک کتاب ساینس است، یک کتاب ازی، یک کتاب ازی. قرآن با کتب دیگر فرقش ایست که برای مسلمانه که باور داره، ما باور داریم که همین کتاب خداست، اونو کتاب قصص کتاب خدا نیست. اینه تو باور داریم کتاب خداست، یعنی همو برای شما هم اسپشیالیتی یا هم خاصیت خواست را که دارک، یعنی از طرف خدا نازل شده، کتاب است که خداوند خودش نازل کرده. نید؟ بله. حروف و کلام خود خداوند است. بله. و ما قدرت من از ایمشان امین لحظه دوست عزیز ما سر بالای پل صحبت کرد که خداوند چرا میگه که باید بگو، یعنی باید هست شد. هم نظرش بودن که دیگه باید هست شد و یک مهم نیست اگر اکسی کار رو بکنیم مسلمان ها فتوای قتل ما رو میتن. سوال من اینه آقای شفیع، وقتی که ما و شما خداوند با او عظمتش با او بزرگواریش قبول میکنیم و همه چیز خود تسلیمش میکنیم و ما میگیم که خداوند کائنات آسمان و سیاره ها همه چیز کرده و ما کسایی هستیم که قرآن عظیم الشان هم قبول داریم که کلام خداوند است. نه ما قبول نداریم. نه نه ایر شما میگین، منتها ما باز سر از این گپ خودم میزنم، ولی حال میمونیم که شما گپتان رو بزنین که بله همین نظر شماست. بفرمایید. نظر ما و ما فکر کنیم که تمام مسلمان های دنیا به این عقیده هستن که قرآن عظیم الشان کلام خداوند است. ما بر عقیده داریم و خداوند اینقدر بزرگ است که همون یک مثلا همون اشاره شده برش که یک برگ درخت از درخت خطا نمیخورد. بله. یه این ترازی شفیع ایار عزیز که وقتی خداوند با او عظمت خود که تمام دنیا را به چقدر روز و چقدر سال و یا چقدر شب دیره که من مشخص نمیم که باز مرفی نگیره که ولی تو غلط گفتی با اونمو عظمت خود که زمین و آسمان و کائنات حتی ما و شما را همه چیزی که در روی دنیا ما و شما میبینیم خلق کرده کائنات هم و پس ما چطور میتونیم یک قدرت که با او عظمت خود همه چیز خلق کرده همه چیز کده و کتاب قرآن عظیم الشان هم به صفت مسلمان ما قبول داریم که کلامش است. پس ما چطور خدای شفیع یا جرأت میتیم که
که ما بگوییم که در اینجا قل اضافه خداوند توبه نوزه بلا خداوند یعنی نمیفهمی در زمان بای ارتباط از امی گفت خواست یک دلیل دیگر پیش از شما گفتین که آسمان از زمین در آسمان ها قرار دارد این ساین تزوید کرد یعنی خداوند که با او عظمتش کرد با او قدرت که داره و داشته از بابای میلیون ها سال داره که همین دنیا عرض کرده وقتی که در او یعنی خداوند شما در اشاره کردید که برای بسیار ولد جالب بود برای من که شما میگید خداوند در او وقت دیگه قدر فکر نمی کرد که مردم عرب یعنی اونا قدر پس مانده بودن که این چیزای حال امروز ما شما در تکنولوژی و در ایچی گپا و ساینسی گپا را میبینید برای از او مردم دیگه ضرورت نمی دانید که برشان بوده که شما این چیزا را شما میگید یعنی خداوند شما ما گپ آله دیگه گپ شما تکرار شده میره از این خاطر اجازه بدین که ما هم گپ بزنم چون میبینم که گپتان تکرار میشه تکرار حسن اومگه بگیریم بازم تکرار باشین دلاین کتم باشین حالا که شما زنگ زدین و استدلال میکنین ما برای شما وقت میدم پیشتر روی یک آقای دیگه است که اگه به زنگ بزنه و هیچ گپ زدن خدایات نداره به نان ما برای زو وقت نمیدم باشین ما برای شما بگویم اولی که شما گفتین که قرآن ما کلگی ما باور داریم که حروف و کلام خداست با ما ایره نوت کردیم یقین دارم که شما بازم اگه تکرار کنین میگین قرآن به حرف به صوت به صدا به پیغمبر نازل نشده نظر به آیات قرآن در ذهن پیغمبر یا در قلب پیغمبر گنجانیده شده مثل از اینکه یک چپه در مابین کمپیوتر میمونی کار میکنه با اینی طریق یعنی خداوند نگفته باز لسان با صدا که جبرئیل برو بگو این ترکایی که قل یا ایال کافرون ای که خداوند با کدام اغما یا اشاره با جبرئیل گفته او را ما هیچ نمیفهمیم ما هم تا چون که در دنیا ما که گپ میزنیم با یک رقم گپ بزنیم که قابل درک با خود ما باشه مثلا اگر ما برای شما بگویم نام یک میوه است بغبو آن بغبو چیست؟ بغبو را تو نمیفهمی من نمیفهم ما باید تشریح کنم که بغبو چیست اینال خداوند وقتی که به جبرئیل به چی اغما یا اشاره گفته او را ما نمیفهمیم جبرئیل با چی رقم شنیده ما او را نمیفهمیم جبرئیل آمده با پیغمبر ما در قلبش مانده ای را ما نمیفهمیم از اونوی است ما قرآن میفهمیم که رسول الله گفته که با ما این تو گفته شد ما از او پیش شما نمیفهمیم رسول الله هم که چی رقم بسیاری وقتا نظر به قصه‌ای که در سیرت رسول الله پیغمبر بیوش میشده پس به هوش میامده میگفت اینی آیات آمد یعنی از او هوش نه باشه از این حسن شما نمیفهمیم از این حسن شما میفهمیم بنان اگر ما بگوییم که این حروف و کلام خدا است این به خاطر عزیز که ما دیگر رای برای تشریح کردن از این نداریم بنان ما میگیم که این کلام الله است در حالی که کلام صوت داره صدا داره یک چیزی که قابل لمس از داره برای پیغمبر ما که چی رقم آمده ما او را لمس نمیتانیم شنیده نمیتانیم این چیزی که در نوشا آمده باشه نبوده بنانم این که خودت میگی که ما باور داریم که کلام الله است این باور شخصی ما به اساس محدودیت ما در افاده کلام است از این خاطر است که ما میگیم این کلام الله است در غیر از او کلام الله نیست به یک اشاره به یک اغما آمده در قسمت اول دوم دیگه شما گفتین که خودت چطور با خود اجازه میتی که از یک سو خداوند به این بزرگی قبول داری که میگی زمین در آسمان اما تا لکته و بدون هیچ کدام چیزه چطور میتونی بگویی که اینی را منسوخ کنیم پس کنیم قلع این را ما پیشتر یک توضیح دادم بر شما مگر احتمال داره شما به او یا کمتر توجه کردین یا ما درست نتانسته بودم بگویم در اوجا ما گفتم که قرآن در نوشتن آمده آیا رسول الله امکان داره که در گفتنش در چیزی که به اشاره برش آمده در بازگو کردنش قرآن در واقع محمد ترجمه کرده از اشاره و ایما و حروف آورده آیا در امید تبادل که شده در امید ترجمه که شده از اشاره و حرف آیا در این اشتباهات صورت گرفته میتونه چرا در قرآن است که عطایات از پیش پیغمبر فراموش شده اینال وقتی که خداوند
اینمی اشاره را کرده، پیغمبری را به سلط آورده، اما در زمان خودش نشته نشده، بعد از دروازه مدینه نفر شانده بودن که بگو آیت میفهمی؟ آیا امی نفرهایی که میگفت که ما آیت میفهمم، آیا امی اعتماد داره که غلط شنیده باشن؟ جامعه به سواد بود، غلط گفته باشن و غلط نشته شده باشه؟ بله، قول میتونه که غلط نشته شده باشه. بناهن ما کلام خداوند رد نمیکنیم، اما احتمال اشتباهات در ایجه 100% میدانیم. ما اینی را گفتیم، اینا لگه در اینی خودت کدام غلطی میگیری؟ بسم الله. بکر آقای شفیه یاردی، تشکر که مرا وقت دادید. ما بازم بر شما میگم سکنیم، شما تشویات از طرف خود تشویات دادین و اعتباط از این که قرآن از این مشان چرا قم آمده یا به ذریعه صوت آمده یا به اشاره آمده و این چیز، ما با او کار ندارم. یعنی ما به صفت مسلمان خودم و یا 1000 چقدر میلیون یا میلیارد نفوسی که در روی دنیا و در جمله شما هم میاین که سالا استدلال کردین که قرآن از این مشان قبول دارین به صفت کتاب آمده کاملا شکل آمده، این که شکل آمده آقای شفجیر تا وای بار ندارم. خدا کنه به من هر رقم آمده بشه، در خواب حضرت محمد صلی الله علیه و آله آمده بشه، در بیداری، در اشاره، در لب، در صوت، در هر چیزی که آمده بشه، من کار ندارم. اما با ما بعد از 1400 سال پیش و در مو زمانش مردم قبول کردن که این کتاب خداوندی، خداوند هم به عظمت و بزرگی و مو تواناییش ما قبول داره، دنیا امین هم قبول داره که خداوند گفته من دنیا رو به این چند روز به وجود آوردیم، یا آسمان رو به چند روز به وجود آوردیم. در قرآن از این مشار ساینتیفیکلی ما قبول نداریم، ساینتیفیکلی ما قبول نداریم. از نقطه نظر از این که در کتاب آمده قبول داریم که در کتاب آمده، آیا این را درست نشته کردن این را من نمیفهم، مگر ساینتیفیک نیست که اگر ما بگیم که بله شما ببینید شفیع یار عزیز، ما خودم شخص خودم آیا ما فکر کنم تعداد زیاد همین دوستای ما که در این فیسبوک در روم شما هستم، یعنی اینا پیش خود یک دفعه می گریبان خود در سر خود پایین کنن، همین سر خود به گریبان ببخشید پایین کنن، ببینن تو وقتی که من این کتاب را قبول می کنم با صفت کتاب آسمانی و علوی عزیز، ما خودم هم یکم یکم مخصوص میشیم که خداوند چرا عقلش خیلی توبه نوزه بلا در او وقت کار نمی کرد که برای ما بگوید و امروز ما قبول نداریم که آسمان چند آسمان از یا زمین و کدام شکل وقتی با این شکل که خداوندی که ما به شکل داداریم و سجده میکنیم نماز میخوانیم در او نمیفهمید و این رو خداوند همه قدر هم نمیفهمید که سایت تکنولوژی به این صد سرحد نیسته که از یک برای بدگیت کنن تا میتونن سفر بکنن بیشه که در قرآن از این مشان اشاره شده یا نشده ما او رو نمیگم پوره نمیفهم و دعوای از این ندارم که من از روی قرآن از شما بحث بکنم. شما به گفته خودتان صد بار قرآن از این مشان خواندین، تحلیل سجده کردین که امروز آمدین اتا که سر کلمه کل شما این مثال به شکل مثال میتونم که خدا نفاسته تانوامیز نباشه بر شما خواهش میکنم کلمه کل اضافه یا امثال از این آسمان که خداوند گفته که در زمین در هفت آسمان است و زمین است و دیگه ایناش همش که زیر سوال ده خیمه همون سوال اول بازم پیش از دنیا هست فرق بین قرآن عظیم الشان و کتاب های دیگه خیلی هیچ نیست. بخاطر کتاب های زمینی و آسمانی دیگه هم میتونن اشتباهات خود داشته باشن، قرآن عظیم الشان اشتباهات خود داشته باشن، از شک به این میره که خدای نخواسته توبه نعوذ بالله که امیر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نشته کرده باشه، حتی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نشته نکرده باشه، ابوبکر نشته کرده باشه، عثمانی چهاریار نشته کرده باشن، حتی اونا هم نشته نکرده باشن، کسی دیگه ای که بعد از اونا نشته کردن امی گپایی را که شما زدین کلش درسته، امی گپایی که زدین که خدا ناکده ای کلش درسته. اینال اجازه بتین که ما هم یک وقت داشته باشم که یک دو سه مسئله را برای شما یادآوری کنم. آیا قرآن کی نشته کرده؟ قرآن انسان ها نشته کردن. قرآن آیا خط به خط به اساس یک نوشته که از آسمان آمده نشته کردن؟ نه. قرآن نظر به آیات قرآن به شکل اشاره و ایما به پیغمبر در قلبش گذاشته شده، پیغمبر بازگو کرده. کی دفعه اول قرآن به ما به شکل صوت گفته، به شکل صدا؟ پیغمبر. کی نشته کرده؟ انسان‌های دیگه در مسجد مدینه شده بودن نشته کردن یا پیش از او یا بعد از او، چون که جامعه کاملا بی‌سواد بود. و در قرآن آیات است که عالمی را پیغمبر اگر راست میگی بگی امیر در نشته بیار بر ما، نامده در نشته. بنان کی نشته کرده؟ ما نشته کردیم، انسان ها نشته کردن قرآن. آیا وقتی که من میگم میرم ما بارها تشریح کردیم و احتمال داره که شما از ما شنیده باشین، من میگم اینی گپ در قرآن ساینتیفیک نیست، اما
اگر خداوند در قرآن میگفت که او مردم این گلاک از گرده داره، زنبور اصل در پایکای خود رو میگیره، بازو رو که انزایمای دان خود یک جای میشه، بازینه تو میشه، نه مردم انزایم میفهمید، نه گرده گل میفهمید، نه که چیا ممی مایکروسکوپ بود و کمرهایی که انلارج کنه چندین صد دفعه که ببینی. بنان اگر در اون وقت گفته میشد که از گرده گل در انزایمای خود ایره جور میکنه اصل، ای فهم وجود نداشت. بنان در قرآن گفته شده که میوای پاک پاک بخو اصل جور کو. حالا اونو مولای آیات الدین عطا امروز میگن که زنبور اصل به حساب امی باولش انمی اصل زرال که نیست. بنان فهم ما امروز از روز فرق داره. قرآن 1400 سال پیش در یک جامعه که در قرآن گفته شده که ما برای مردم بی سواد، ای آیت پیغمبر از خودشان رای کردیم، یعنی جامعه بی سواد. قرآن در سطح فهم یک جامعه بی سواد آمده. در سطح فهم جامعه بی سواد تو نمیتونستی به سطح انشتاین کتاب بیاری و مردم او را بخوانن و ایران بانن که برای ای کتاب او سپرد تو هیچی. اگر امروز یک کتاب نوشته شد برای شما بدن از 5000 سال بعد از امروز باشه، ولاغه ما شما یک کلمه شد بفهمیم، بنان برای ما قابل قبول نیست، یک کتاب دیوانه می باشد. برای ما اگر میتی یک کتاب تی به اندازه فهم امروز ما، تکنولوژی امروز ما، صنعت امروز ما، دانش امروز ما برای ما قابل فهمه. قرآن 1400 سال پیش به اندازه فهم او مردم آمده. آیا ای به این ماناست که خدا نمی فهمیده که اینمی آسمان در زمین در آسمانه؟ خدا معلوم دار میفهمیده، خدا ما را خلق کرده، ما را جور کرده، تمام کائنات ها. اما آیا خداوند ای را به اندازه فهم او روز ما رایی کرده یا به اندازه فهم امروز ما یا فهم 1000 سال ما، 1000 سال بعد ما؟ به اندازه فهم او روز ما. فهم او روز ما با امروز ما مساویست نه. امروز او گپایی که فهم مردم از او روز بود پیش روی مردم جوانی نگویی که قرآن است که چیکو احترام کن، برو امیره برای یک بچه هک در مکتب سن پهش بان بگوینه تی اگه پا نگو که از قرآن، نگو که احترام کن، بیبی سر چقدر خنده میکنه. بنان فهم او روز و فهم امروز، برداشت او روز برداشت امروز فرق داره. خداوند این کتاب به اندازه فهم او روز برای او مردم، اما چیزایی که در قرآن است که برای اجتماع ما است، در قرآن خود خداوند میفرماید که ما این کتاب را این نکردیم که شما در مشکل بفتین. بنان ما باید این را برای امروز خود قسم تفسیر کنیم که ما در مشکل نفتیم. اینی بیان ما است. ای که خودت از او استنباط میکنی، یعنی خودت یک آدم بسیار خوب هستی، خدا ناکده ایجا کدام گپ نزدی که ما قار شده باشم یک چیز به هیچ وجه، و کلگی ما عقل داریم که سوال کنیم. یعنی از امی کده که خودت گپ زدی هیچ کس نمیتونه با محبت و مهربانی گپ بزنه. یعنی ما منعیس یک برادر، ولی در قسمت بحث که میکنیم هم خودت عقل داری هم ما که امو استدلال خدا بکنیم. بنان بدون از اینکه خدا ناکده ما منظور داشته باشم که خودت تخریش کنم، یعنی برداشت ما اینیست، فهم ما اینیست، گفتار ما اینیست. آیا بر خودت هم از ما امیر استنباط کردی یا دیگه اون مسئله خودت؟ بفرمایین از شما. تشکر، ما وقت زیاد نمیگرم آقای عزیز. آقای عزیز، ما فقط یک چیز دیگه اشاره میکنم به این صحبت آخر شما، که شما گفتین که قرآن از ایمشان خداوند برازی روان نکرده، ای که به هر شکل روان کردن او رو ممتر از او برد شد، به هر شکل روان کرده برای صلح صفای مردم روان کرده، برای تمام میتا و اقوام مختلف رو منطقه بود روان کرده، و او موجب و باید از این همیشه که مردم در برشان نفاق و جنگ و جدال تا خوب مذایب گفار دور میمانیم شود. و اما این روز ببینیم آقای شفیع یار، شما به صفت یک نفر که تحصیل کرده است به کسی خود سنت رو معرفی خود خود کردی و در یک کشور پیشرفته دنیا، اولین کشور پی دنیا زندگی میکنید، سنت دانش دارد، قرآن زیمان شما هم خواهدی، اما بازم امروز شما بازم امو قرآن زیمان شان هست، بازم اونمون به حساب چی میگن یک وقت باید سعی استفاده شده اینجا که اونمون یک استناد قرار میتین، یک کشتیوانه قرار میتین و هر به که میزنید به رویت قرآن زیمان شان میگن، یعنی کتابی بوده که در امو زمان هم 400 سال پیش او به مطلب آمده. یعنی امروز ما شما 1400 سال بعد هم ما شما نفرمیدیم کمی قرآن زیمان شان به اون مردم به 1400 سال پیش اونا حتی قلم نداشتن کشن که نشته کنن در از اونا روان شد، و ما امروز با تکیزکرین موبایل
همین قرآن از ایمانشان استفاده میکنیم، پرزوح هم میگیریم، لایف میریم، دیگه میکنیم، اما باقیم خدا از قرآن کده بیشتر فهمید بگیره. وقتی که از قرآن کده ما فهمیده سر شده ایم امروز از 1400 سال پیش کرده او رو ایمانشان برای ما امروز مکرده آمید جهت و خالش نمیفهمم چطور است که میفهمم از خالش که خدا گفته این رقم نبوده و برای از اون مرده نباشه بسیار خوب. از خاطر که بسیار کشالدار نشه ما با قدر کافی شما را وقت دادم، همین گپ شما را هم جواب میتونم. شما میتونین که در لین باشین، اما ایتو فکر کنین که تبادل نظر بین ما و شما در اینجا خلاصه میشه، ختم میشه. باز در هفته های بعدی ما با شما هزار دفعه وقت میتونم. معقول و منطقی گپ زدن یک چیز بسیار درسته. شما یک گپ بسیار خوب دیگه زدین، گفتین او برادر خب قرآن 1400 سال پیش آمده ایره چام یک چیز منفی هم برش حساب میکنی، مگر هنوز هم خودت که نمیگی که ما در یک جامعه پیش رفته هم هستی دیام دیام، اما رفرنس از قرآن میتی. ما وقتی که در سر ادبیات گپ بزنم، وقتی که در سر ساینس گپ بزنم، هیچ وقت از قرآن رفرنس نمیتم. وقتی که ما در سر کشور خود در رابطه به دین خود در رابطه به انتحاری قتل کشتار افکار زشتی که باعث تخریب در کشور ما شده صدمه میرسانه مردم ما را، اونو وقت ما قرآن رفرنس میتم و خوبی قرآن تشریح میکنم که اگر ما اینی کار کنیم برای ما اینی چیز بهتر میته و این را تشریح میکنم که چرا ما باید از عقل خود استفاده کنیم. چرا خداوند میگه که ارا این بدترین جانداران نزد خداوند کرولالای است که عقل خود به کار نمیبره، یعنی که عقلت اگر به کار ببری خداوند تو را به حیث یک کس خوب میشناسه، یک مخلوق خوب خود میشناسید. اشرف مخلوقات وقت میتونی باشی که عقلت با تناسب زمان امروز با در نظر داشت جامعه‌ای که زندگی میکنی، طبیعتی که زندگی میکنی، با مسئولیت در مقابل طبیعت، دیگه انسان‌ها، دیگه حیوانات و تمام از یا استفاده کنی. اینال از اینی خاطر شما که گفتین که رفرنس میتین، مثلا هیچ وقت شما نمیتونین در برنامه این بیافین که ما در سر آفتاب گپ زده باشم قرآن رفرنس زده باشم. اون نیست، به خاطر ساینس ما از قرآن جدا فکر میکنم. هر وقت که در سر ساینس باشم و با قرآن نمیرم که ساینس هم از روی قرآن نمیفهم. قرآن باعث یک کتاب آسمانیه که باید استفاده کنیم که در جامعه ما یک خوبی و خوشی بیه، یک طریق عبادت خوب بوجود بیه. ما تنها و تنها در این امی محدود قرآن رفرنس میتونم. اگر در تمام برنامه ما سعی کنیم از این که در زیادتر نمیفهم، ولی امروز گپ ما شما خلاص شد. باز هفته های دیگر ما به شما 100% وقت میتونم. بسیار تشکر. تشکر آقای شفیع. بله بفرمایید. ولی امروز دوست هستیم تلویزیونتان رو پخش کنیم. تلویزیونتان رو پخش کنیم بفرمایید. بله آقای عیار سلام علیکم. سلام دوست هستیم، خوب هستیم؟ بفرمایید خودم معرفی کنیم. وحید انصاری. آقای انصاری خیلی خوشحال هستم، بفرمایید. همین پیشتر شما اشاره کردین که قرآن مجید نازل شده با آنه که فهم مردم با مو مطابق فهم مردم بوده و امروز پنج و تکنولوژی پیشرفت ده و قرآن شما گفتین که من مقایسه نمی کنم که ساینس بتا که من چندین سوره را برای شما میگم بعضی چیزا صحیح خداوند اشاره داده قرآن ساینس نیست اما اشاره شده اگر اشاره شده میتونه که در سر از اون مردم کار کنه که چطور اشاره شده، اما آل در لابراتوار ها ساینتیفیکلی مردم چیزها را کشف میکنن، اختراعات به وجود آمده، هزارها کتاب در این مورد داریم. آل ای بسیار دیره بر از ای که بگویم که ای را باید بریم این اشاره شده، ولی از اشارات که شده یکی دو سه تاشه شما بفرماییم که ما یاد بگیریم. سوره نعل آیه 8 بسیار خوب. خداوند میفرمه که اسب قاطر و خران را آفریدیم. چی را آفریدیم؟ چی را؟ سوره النعل آیه 8. بله بله خداوند اینجا
میگه که اسب و قاطر و شطر یا مثلا این چیزا را خلق کردم تا بر آنها سوار شوید و همچنان وسایل دیگر را بیافرینم که شما علمش را ندارید. اینا دیگه اشاره میشه وسایل چیست؟ یعنی دیگه اشاره شده موتر، لاری، جسکی و دیگر مسائل دیگر سوره شعرا آیه هفت این رقمی اگر بگیریم این رقمی درست نه که ما برای شما اسب و شتر راهی کردیم و فکر نکنم که قاطر در اوجا یاد شده باشه. ولی باشین که ما امیره پیدا بکنم برای شما، یعنی او نیست اما یه است. حتی در قرآن آمده که ارا اینا ما بادها را خلق کردیم تا کشتی ها در حرکت بفته در روی آب، نه تا اینی اندازه را مردم اون وقت میفهمید رومانا کشتی ها داشت. ولی آیا خداوند اینی را اشاره کرده که یک روزه باز دیگه باد کار نیست، ماشین ها انجن های جور میشه که تیاره را که 400 نفر را در خود میگیره دعوا بالا میکنه، رایی که در یک سال شما نمیتونین برین در 5 سال شما را در اوجه میرسانه. این اشاره نشده نه؟ مثل از این که مثلا امروز ما قاطر را چی اسب و شتر برتان خلق کردیم، بعضی چیزهای دیگه هم خلق کردیم که هنوز شما نمیفهمین، ای را شما میتونین اشاره بگیرین. اما یه قدر و معما است که به اساس، یعنی شما اتفکر کنین برای همیج آقای انصاری دمیج ما خود در لابراتوار هستیم، اردوی ما هم کار هستیم، شما به ما میگین که همین چیزا کلش در قرآن شریف آمده، ما میگم مثلا چی؟ شما میگین که گفته شده که اسب و شتر رو رایی کردیم که سرش سوار شین، چیزای دیگه هم رایی کردیم که شما نمیفهمین. ما میگم به نظر خودت کدامشه؟ کدامش حال فهمیدیم که منظور خداوند بوده؟ تیاره بوده؟ آیا هزار سال بعد چیزای دیگه جور میشه که شاید هزار دفعه مدرن تر از امروز باشه اونا بوده؟ ای خو بسیار یک گپ معقول نیست که بگیم اون اشاره شده که با چیزای ما که شما نمیفهمین ای کفایت نمیکنه. اگه ای را خودت اشاره ساینتیفیک میگیری میتونی بگیری، اما ساینسیز که در لابراتوار میری در لابراتوار تست میکنی چیزای را امپروو میتی بهبود میافه، چیزای گذشتهش غلط میبره قبول میکنی که سرت قار نمیشه که او تو خبر روزت گفته بودی امروزت میگی آسمانی نیست نص قرآن نیست بنان اونو هست. اما اگر شما او را یک اشاره میگیرین میتونین بگیرین، اما ما متوجه اشاره نشدیم. اگر بازم کدام گپ دیگه دارین میمانم تا غیر از او میرم. آقا یار اگر لطفه این مره یک موقعی بگیر اینه ما برای شما دو دقیقه محمد آرام شما گپتان دهین منطقه در دو دقیقه باد قطع میشه این شروع یک دو سه یک آیت یک من راجع به تیاره شما اشاره کردین غیر مستقیم گفته شده چی در زمین هستین چی در آسمان، آسمان ها نگفته تن آسمان، چی در زمین هستین چی در آسمان روزی تانه من میتونم. امروز شما ببینید که میلیون ها نفر همیاد در تیاره آسمان هست در فضا آسمان زمین و غذا میخوره و یک آیت دیگان پیشت اشاره کردیم به کشتی ها که توسط باد خداوند اینا را در حرکت مندازه و یک اشاره همونجا شده در آسمان هم راه هاییست که اگر شما علمش را پیدا کنید. من یک پیلوت پرسان کردم شما چطور خط تیرتان را پیدا میکنید، یعنی با کدام ارتفاع میرین با کدام زاویه و دیگه، گفت فقط آیوی مثلا آیوی از یک یا آیوی پنج است، این همی آیوی واره ما از این تلفنی ها حرکت میکنیم طرف واشنگتن که اون خط سیر اون آیوی است. در قرآن گفته شده که در آسمان هم راه هاست. خب این موضوع است و یک موضوع دیگه هم که امروز ساینس هفت آسمان و هفت زمین در قرآن گفته که هفت زمین جیولوژیست ها نامگذاری کردن اما ایران بشر قادر نیست هفت آسمان را پیدا کنن، حتی همین آسمان زمین ما میبینیم. بسیار تشکر. دو دقیقه شما پوره شد. پیشتر گفتین که یک آسمان گفته شده، حالا گفتین هفت آسمان گفته شده. این چیزا رو میتونیم که ما کم بگیریم که این یک اشاره شده این اشاره شده. بفرمایید دوست عزیز روی خط هستین. سلام احترامات خدمت شما آقای شفیع. سلام دوست عزیز. من لطیف از
هستم از ویرجینیا هم داری کنم سخن هستم. خوشحال هستم آقای لطیف، بفرمایید. آقای شفیع ایار صاحب، ما میخوایم یک مرور رو بپردازیم و بعد از کودت های هفت سال سیزت اینجا هست با. اگر هر فرد، البته ما یک پیشنهاد دارم، سوالم نه یک پیشنهاد که اگر شما لطفا چون این اتفاقات شما بچه شم دیدین امیر یک تحلیل میکردین یک تشکیل میکردین آقای شدی آیا صاحب کرمی شوروی ها چرا در افغانستان آمدن و نظر و تحقیقات خود ما منحیط یک افغان ما فکر می کنم چی دست دک امریکا اراده داشت که در مورد دهی 1970 یا 1358 بعد از کودتا یا قبل از کودتای هفتسال قرار بود که امریکا در افغانستان همون وقت چون سال قبل ما فکر می کنم اراده داشت که رونالد ریگن همون وقت در افغانستان بیاید و از البته این نظر شخصی خودم است، اما از یک لحاظ دیگه این افسر شوروی ها متوجه شده بود و مانی به خاطر از اینکه رئیس جمهورهای افغانستان ارتباط با شوروی با آمریکا برقرار نکنه و رئیس جمهورهای افغانستان دقیقا تحت کنترل داشت که از اختلافات سردار محمد داوود خان با رئیس جمهور شوروی باعث میشد که کودتا شود و تجاوز خشونت سرخ شوروی هم در دوره حکومت حفیظ اسلامی باعث میشد که حفیظ اسلامی از یک لحاظ غیر مستقیم با آمریکا رابطه دوستانه را برقرار کرده بود و همین باعث میشد که شوروی ها آمد به خاطر که مده یک از مصاحبه های دوران جنرال شوروی از جنرال شوروی را مدیدم که اونا گفتن اگر ما در افغانستان نمی آمدیم که یک کشور قرار بود که بیاید و باشین اتیکار میکنیم، شما اتیکار کنین، شما یکم که در سر گپایی که داشتین که میزدین دوباره یک فکر کنین، من یک دو کلمه گپ میزنم، شاید یک شانس خوب برای شما باشه که دوباره گپتان را جمع جور کنین. من سابقه فکر میکنم که یعنی 20 سال پیش اگر از ما پرسان میکنین، من میگفتم که روسا میخواستن به بر هند برسن، بناهان در افغانستان آمدن، خلق و پرچم و وسیله گرفتن که بیاین. اما امروز ما اون نظر ندارم. امروز ما فکر میکنم که کم هوشیارانه تر ما به دسایس شبکه های جاسوسی میفهم. ما فکر میکنم که MI6 شبکه جاسوسی انگلیس و احتمالاً هم CIA در قسمت از این که روسا را تحریک کنن که در افغانستان بیاین یک نقش بسیار خوب بازی کردن. اینا را قسم بازی دادن که گویا ما آمده نیستیم در افغانستان. اینا میفهمیدن که با آمدنشان در افغانستانی که او هنوز ویران نشده بود یک جنگ ملی در مقابلشان شروع میشه. اینا فکر کردن که جنگ ملی را بین که در مقابل روس ها به وجود بیاریم، وضعی که در مقابل خوب خود بنابراین اگر شما سعی کنیم روند آمدن انگلیس از این به طرف افغانستان که از کدام قوه ها کدام مردم استفاده شده تا در افغانستان رسیدن، خریدن پشتونستان، اگر اینا رو ببینین همی کسایی که در عسکری افغانستان جا به جا میشه از این مناطق پکتیا که همی کودت ها سر از جا میشه و یک دفعه قتل عام شروع میشه، یعنی کودت های سر به پیروزی میرسه، مردم هایی که سالا سنگ مردم و مردم دوستی را در سینه میزد دفتن به قتل عام شروع میکنن، به جنگ در مقابل یکی دیگر شروع میکنن. یک اتمسفر پر از نفرت در افغانستان به وجود میاد، قتل و کشتار همی خود پرچمی هم در 10 سال تکه تکه میشن، خلقی هم تکه تکه میشن و آیست آیست افغانستان در دست همی مردم های چی مفته و دست مردم هایی که پاکستانی است و مجاهدین اینا. در اینجا اگه سعی کنه نه در مجاهدین نه در غیر مجاهدین رهبر هوشیار و وطن پرستش که زنده میمونه یا در سر کار کسایش که
امیرچی خائن بودن داره، مزاج خائن بودن یا کلش زنده است تا امروز. بنان ما فکر میکنیم که روسا آورده شدن توسط انگلیس، منتها به یک بازی که ما فکر کردیم که روس آمده، اما روس باعث قتل عام در مملکت ما دفعه اول شد، خلق و پرچم شد. بعد از دیگر آشتان بفرمایید. دقیقاً آقای شفیعی هستم، به خاطر که بعد از حکومت دوران جنرال شوروی روسا، جنرال روسا هم دیگه گفته که میگه افغانستان کشور بی‌طرف باشه، مداخله هیچ کشور نباشه که باعث تهدید به ما نشه. و همچنان بعد از سقوط حکومت دکتر نجیب در سال 13 افغانیت، وقتی که میگیرم. آقای سالی بفرمایید. سلام علیکم آقای شفیع. سلام دوست عزیزم، خوب هستین؟ بفرمایید. من انوار سالی هستم. بله آقای عیار، من میخواستم یک موضوع را در ارتباط این سوالای پیشین دوستا که فلانا چیز در قرآن آمده، ساینس با قرآن چی فرق داره، قرآن با آیت های فرستاده به زندگی ما چی اثر داره فعلا میخواستم بگویم یک مسئله ای. بله. این سوال ها همه سوالات فلسفی است. تو زمان که آدم فلسفه را نخوانه، تاریخ فلسفه را نخوانه، تاریخ تفکر انسان ها را در مورد کائنات و جهانی که ما زندگی میکنیم نفهمه، به این سوالات جواب بیشتر نمیتونه. بله. یک مثال ما برای شما میگم، بسیار خلاص. بسیار خوب. همین اتم فعلا جهان از هر چیزی را که ما میبینیم، حس میکنیم، درک میکنیم، حتی نور چشم ما از اتم هست. بله. و آفتاب که میدرخشه شعاعش اتم هست. جهان ما جهان اتمی هست. بله. و این اتم کلمه یونانی هست. 480 سال قبل به نام دموکریتوس یک فیلسوف گفت که جهان ما از اتم ها ساخته شده. اتم ها به معنای دادستان یونانی میگن از ذرات کوچکی که قابل تجزیه دیگه نیستن. و در اون زمان هیچ کس هرشنه میگوید که اتم ها بله تو فرمین و بعد در تقریبا در سالهای 1800 یک فیلسوف فرانسوی گفتی دروغ است، با گپ افسانه است. اما وقتی که ثابت شد که اتم وجود دارد زیر میکروسکوپ دیدن، و بعد از اون فیلسوف خدا متاسفانه فعلا اسمش یادم رفتن، خدا خودکشی کرد. والا ما چقدر به اصطلاح به یک باور غلط گیر مانده بودم. بله. یعنی ساینس میگه اگر شما یک سانتی متر مکعب هوا را از سطح بحر بگیرین که بله. برابر یک قند خشکی هست. بله. این تقریبا 14 یا 16 میلیارد مولکول میبینه. بله. و دقیقه قدر یک سانتی متر مکعب مولکول البته متشکل از 3-4 اتم بالاتر است. و اگر بخواید که تنها خود اتم مشاهده کنید دینمه قدر در زیر میکروسکوپ، دینمی یک سانتی متر مکعب شما 60 میلیارد اتم میبینید. این فکر کنید یک هوایی که برابر یک سانتی متر مکعب است. اینا از نظر من تا
پیغمبران علم هستند. شما نگاه کنید 2480 سال قبل یک انسان آمد و این نیست که ما از پیش خود بگویم، این تکلیم ما از در تاریخ تفکر انسان ها هست. در هر کتاب که شما دنبالش بگردید فراوان است، اما ما ملتی هستیم که حوصله خواندن دو سطر نداریم. میگو بسیار طولانی نوشتم، به خاطر ما نمیتونیم این سوالات جواب بگیم. هر جوابی که میگیم از ذهنیت خود میگیم، ولی علمی نیست جواب ها. تشکر که بسیار خوشحال شد نظر ما گوش دادیم. زنده باشیم، موفق باشیم. تشکر جناب صالح، خوشحال هستم. بفرمایید دوست عزیزم روی خط هستین. روی خط هستین دوست عزیزم، بفرمایید. بله سلام آقای شفیار، امیدوارم خوب باشین. تفسیری من در مورد دوست ما که بیشتر در مورد تجاوز شوروی که بعض کتاب ها و اسناد حال نشان اسناد گفتن نمیتونم کتاب هایی که نوشته شده که در این امریکا و به گفتی شما MI6 اینا علاقه داشتن که پای تجاوز شوروی در افغانستان باز بکنن و اینا را به مصر نوشتی که اینا به ویتنام رفتن و به یک حساب انتقام ویتنام بگیرن و به یک حساب دیگه در منطقه جای پای برخواد پیدا کنن. در اینجا نقش افیزالامین بسیار مهم است. بسید که در بسیاری جایی ها گفته شده که افیزالامین جنس سیایی بود، چون افیزالامین خودش هم در امریکا تحصیل کرده بود و گذشتهش و بکراندش هم نشان میداد که یعنی شاید هم به این مقاصدی ترجیح شده و بعد از او که رفته به افغانستان این وظیفه داشته که در حزب دموکراتیک خلق به یک نحو داخل شده و اگر اتر بوده باشه یعنی وظیفه خود بسیار خوب انجام داد. اما و کارها و کارکردهای از این آدم هم در درون حزب قسمی بوده که نشان میده که ایچ رقم با مهارت یعنی نقش خود بازی کرد و بالاخره تانست که موفق شود، در حالی که خودش از بین رفت و نابود شد که عموما مزدورا و نوکرا در نابود میشن توسط امبادارای خود. اما در اسنادی که کیجیوی افشا کرده پس آنها و بعد از نمیدونم 50 سال یا چقدر که بعضی اسناد مهم میگه عموما با سازمان های جسی چیز میکنن افشا میسازن و بعد حقایق میگن، این چطور نامده که اینا ای آدم نفر از اینا بوده باشه، یعنی نفر امریکا بوده باشه دیگه. من نیخوام نظر شما چی هست، اگر دوستای دیگه در این مورد کدام معلومات داشته باشن برخور شخص من خالی از دلچسپی نخود. بسیار تشکر خانم جمیله. ما بر شما میگم که CIA، KGB، MI6 اینا شبکه های جسی نیست که قسم کار کنن که حتی اگر افیزلامین استخدام کنن افیزلامین فکر کنن که ما با یا کار میکنم. ده دست پایین تر استخدام میشه، پشتیبانی میشه، افیزلامین فکر نمیکن تا آخر هم شاید که ما بر CIA کار میکنم، اما اون کار سرش میکنن. بفرمایید دوست عزیزم روی خط هستین. محترم آیار خوب هستین؟ فضل خدا دوست عزیزم، شما چه حال دارین؟ خوب هستین انشاءالله؟ تشکر، زنده باشین. محترم تو به می زیارت همی تلفون 600 تا جور کنین تا زنگ یک دیگه نگیدم زنگ اول ختم میشه. نه ما تلفن جورم تا یگان دفعه تعداد هموطنا زیاد است، حالا میجا میبینم نشان میکنن دوستا که 100 دفعه زنگ زدم نمیشه 100 دفعه، اما چی مشکل میکنم. بفرمایید. دمو زنگ اول حتی نیشه و این رایگری ندنه که می بردین باز ما مسلمین و خلاصتگه خوش میشه شما در کیف ببردین. آن نه خیر از بان که یکان دفعه همی میربانی به دشمن هاست که باعث خوشیشان شوید. بباشین آبا بسمه مدرم همی از مسائل دیگه در این افتا آزار تا نمیدیم که ایستن از بچه یک چیز نیست ما بیشی از این ناهیه بشار برزمت در سوید بیدوان کنه از بس خرید کرد نمی آفرین از جناب وسیع کن آلمی سازمان جریان آبه که شما چند قبل مبردتان ترک کردم که
اگر در داخل مملکت یک کار شده که این جریان به اصطلاح به فعالیت بپردازه جلدیاز و خاطر در خارج اگر هر قدر کمیت شد تعداد نیروی بشری شد شده اونقدر مؤثر نیست در تغییرات. اگر در داخل کار شده که امکانیت داشته باشین که اما مؤثریت شد در داخل ببینین نظر شما چی چون خماره خوشنه؟ ما اینمی هر روزی که ما گپ میزنیم مردم به یک جهت رایی کرده میریم. اگر شما 8 سال پیش ببینین ده اینمی سرک نه سرک بود نه نفر بود، یعنی این نیست که ما بگویم نفرها به این نظر نبود، نفرهایی بود که هوشیارانه با قضا میدید، اما نه کدام سرک بود که نفرها در سرش یک جای شوند، نه کدام جهت بود. اما امسال ما کل ما یک جهت داریم، ما کل ای ما در یک طرف برکت هستیم، از این خاطر ما امسال نزدیکتر هستیم و نگفته نمانه که ما در چی خود و رای خود روان هستیم و یک سال، دو سال، پنج سال، ده سال با آیسته آیسته یکم نظری در افغانستان به وجود میاد، بدون یکم نظری که از تعداد باشه هیچ امکان نداره که ما وطن خود نجات بتیم. بنان ما باید که هم نظر شیم، برای اینمی ما کار میکنیم و هم نظر شده میریم. ولی اگر امکان البته شرایط سیاسی فعلا فرق میکنه، فکر نکنم اقدر امکانیت باشه که دانور هم گروپ های متاسفین و گلاها و راستا بسیار زیاد هستن، امکانش یک ذره حساب خطر برای افراد اشخاصی که فعالیت کنند در این رابطه میشه. ولی اگر هرچی زودتر این کار شود به صفت یک جریان سیاسی هر جندان کنه در جمله دیگه هم جریان های سیاسی فکر میکنم بهتر خود بود. کاملا این کار ما در نظر داریم که اینمی غنی کسی که سقوط کنه ما سازمان خود در افغانستان ثبت نام کنیم، ولی از نقطه نظر فکری ما همیان در حرکت هستیم و چی در افغانستان چی بیرون افغانستان فعالیت داریم. ما برنامه ما 50% بیندایم در افغانستانه و اتا برنامه اسلامی به اندازه در افغانستان محبوبه که در اروپا و امریکا نیسته و چرا که جوان ها در وجه در گوش و پوست خود به خیانت ها امکان بکنن. بله بنان در حرکت هستیم و امیدوار هستیم کل دوستان اینمی کار را با پیش ببرن تا که بتانیم ما شما یک موفقیت داشته باشیم. امیدوار هستم موفق شیم در این رو به شخص به صبرانه هستیم بخاطر هر این که باید یک کار شد. حالا به جوان ها ما مطمئن هستم که میشنون پروگرام های تانه ما معلومات هم دارم و این بسیار گرم خوب است که روشنگری شود بخاطر که از این تعصبات مدنی باید مردم برای خسته شدید ما را و زندگی ما را گرفت چیده نماد اصلا نظر جوان دیگه بازی از این فریب از این مذهب نفرم مدنی باشد، ولی مدنی درست نهی که به افراد کشنده شوند. یک مذهبی که اخلاق انسانیت داشت باشد. بله کرامت انسانی را احترام کنم، ولی نیست اگر مذهبی هم هست هر چی دیگه می فرسته کرد به او قرصانه تا جایی که دیگران را از یک مذهبی را خوش داریم. امیدوار هسته که پروسه دوام کنه اگر نتیجه مثبت و موفق باشه. یعنی یک مسلمانه که اگر تصمیم اندازه تنها در گردن خود پرته، تصمیم خود در گردن دیگران اندازه. بهرحال دو سایز لاین باز است. شما بله بفرمایید، روی خط هستیم دوست ازم بفرمایید. سلام دوست ازم، کی هستیم؟ بفرمایید دوست ازم. سلام دوست ازم، آقای وهاب بفرمایید. سلام پیش خانم صبرینا بله سوال کرده بود در اون مسیج در از دکامنت بله می انتظاری چرا در مملکت های اسلامی نشه؟ بله من ایشان کم جواب بفرمایم. بفرمایم دیگه انتظاری یا تورستا با وجود عملان اتنیست که اونا در ملکه اسلامی باشد، ملکه اسلامی که با وجود آمده افراد انگلیس و شبکه جاسوسی انگلیس سعودی باشد، پاکستان باشد،
اخلاق به وجود نیارن در جامعه یا در مملکت های اسلامی. بله. خود ملکه انگلیس یعنی مادر کروستان که الیزابت دستکن الیزابت دوم باشه، خودش عطا آرس خود کشت برم بر. بله. آرس خود من خواهد امرای یک عرب عروسی کنه و عرب اینا نمیخواستن که در فامیلش هم خواهی بانه. بله. این تورست هایی به این دلیل که ملکه انگلیس در به اصطلاح ملکه شانه مثل مرچا و بطران ملکه داره، مثلا زنبورا ملکه داره. بله. اما مردم انگلیس اینا نقدر بیسواد در نماز هم ملکه داره. بله. این از بیسوادی مردم انگلیس میشه. بله. و این تورست مطمئنا تورست ها را در جامعه اسلامی با وجود آورده، بلکه در اون جامعه اسلامی در اروپا از اون تورست های کنه میکنه. بله. هر مملکتی که برگفتشان نکنیم در اون تورست ها را درشان یک دستور میکنه که کار کنن برزن. بله. و یه تورست و یه فامیل تورست همراه بانکرهای از ما کمونست ها را با وجود آورده. این میلینن دلندن بود هم اتاقیش جاسوس انگلیس بود راپورای روزانو لینن برای ملکه نیرد یا همون بله کارپسی بود در وقت من افا میخم بیه تا نمیخستم که اکستم وانبای بگم بگم بله باید صورت کمونستان را ایمان به وجود آوردیم لینی کلاس بود بسیار خوش شدم دوست عزیزم. برای امروز هم قدر میگیریم، گفای شما کاملا درست است. دیگه دوست ما رو میگیریم، بسیار تشکر. آقای صدیقی رو میگیریم. آقای نجات صدیقی بفرمایید. سلام دوست عزیزم، خوب هستین؟ بفرمایید. بفرمایید. شاید از این دا بفرمایید دوست عزیزم. بعض دوستان ما میگن که طبقه آسمان هفت آسمان و نیف هم هفت آسمان هفت طبقه داره و نیف هم چطور و چیکار داره. گپ پوچ، گپ بیبونیات، گپ است که حدیث نامکمل که انسان های کسیب در پشاور و در هر مناطق یک حدیث را ساختن به نام ناکی و بیبونیات. بله. کهکشان، کهکشان مشما دست شبانه در افغانستان که می خوابیدیم طرف آسمان می دیدیم و از آقا در ستاره مردم می گفت چه خوب ستاره مفهوم است. بعضی کسان می دیدن اینا هر کدام جهیز زندرشان است و این فان فلان دستان است. نیه برادر عزیز، ستاره ها فرق می کنه تا مثلا این ستاره هایی که مشما می بینیم همشان مانند ملکی و یک کهکشان است. بله. وقتی که ما شما میبینیم که مردم مسلمان که قرآن خواندن ماناش هیچ درد نکدر و نمیفهمد اینا که هفت آسمان قبول دارن، این را فکر نمیکنن که این همی هر ستاره ای را که میبینن این هر ستاره یک کهکشان است. بله. و این کهکشان مانند ملکی وی که ما شما در این ملکی وی زندگی میکنیم و از آنها در سیاره دیگر در داخل از این ملکی وی وجود دارن، هر کهکشان از خود یک دانه آفتاب دارد. یعنی این اسم و یک دو رفتا و از ایر خود دنیا خود خداوند در یک دو رفتا پول گیره کرده. بله.
قدر بزرگ است که در هر نام همین کهکشان ما شما ملکی بیز در هر کهکشان دیگه داخل شهید آفتاب وجود دارد، زندگی وجود دارد، سیاره ها وجود دارد، همه این چیزا. اما مردم های ما شما بلا تشبه یک عده کمه یا بگویم یا عده زیاده که روسا به حماقت فکر میکنند این باره. دومی که خب از این مسئله بگذاریم که کهکشان چقدر است و چندان است و به نهایت بزرگ است، آسمان طبقه نداره، این کلش یکی است که بیلیون ها سال نوری از یک کهکشان به یک کهکشان دیگه میره. درست است یا آقای ایلا؟ بله. فکر میکنم برنامه شما فعلا لایف هستم یا لایف نیستم من نمیخوام. اما حالا دیگه کل مردم دیدتن، خدا کنه که در نظرتان بوده باشه. و خب به نظر من مهم اینه نیست که شما هر مرد بشنوید و شما اکرامت در این بارت معلومات بیشتر بدین، اما امروز آنقدر عدیسای احمقانه درست شده، آنقدر عرفهای تغییر تبدیل شده در این دین اسلام که همون مردم به خرافات به حساب چی کردن متواصل ساختن و اصلا خداوند اینا نمیفهمن. خداوند که میگه ما در هفت روز و هفت شب ما کائنات ساختم، منظورش از همه کائنات ها نیست، منظورش از این ملکی وی که مردم با در زندگی میکنه قسم کره زمین است و مریخ است و غیره و غیره است. این در هفت شب و هفت روز با بنیاد قرآن کریم که میگه دوم روشت است. اما این چیزای دیگه که گفته شده این کلش هم حماقت است به نظر من و برای یکشان اعتماد ندارم، به یکشان اعتقادم ندارم و اگر کسی که من دعوا میزنه یا قسمی که وقت پیش شما را میادم میدیدم که بعض مردم ها محمد را دعوا میزدن، بعض مردم ها بخاطر محمد خودت را دعوا میزدن، اینا اصلا یک ایده ای که محمد را دعوا میزنن نام احمق هستن و دیگر ایده زیادی که شما را دعوا میزنن نام احمق هستن. کسایی که فکر خود را کار میندازه اصلا دعوا زدن کلمات زشت در دین اسلام ذکر نشده. ذکر شده چونینه که هر کسی که حرف زشت میزنه او پیش خداوند معتبر نیست و کسی که دین دیگر را بد میگه و دین خود خوب میگه، کافر را بکش، کریستیان کافر است، نیفام یهود کافر است، نیفام یهود کافر است، یا را بکش تو غازی میشه، خودش مزخرفات چند یه خداوند خودش میتونه که اون کارا را کنه، سر ما چرا میکشه؟ اگر دل خدا شود نما زنده میمانم نه یک نفر در دنیا. حالا میگه اگر اون دفعه مردم نشته میکنه که ما از خدا دفاع میکنیم، خدا از یک مجسم اگر قاعده مرچه است که یا مجبور است از خدا دفاع کنه، از یک سو خدا را بله بفرمایید. خداوند پاک نه به کمک موتو نیاز داره و نه به نماز و روزه موتو نیاز داره. او یک چیز را که در 14 سال پیش گفته تا که مردم یک کمک با تقوا شوند، یک کمک راه و روش زندگی را بفهمند. در قرآن شریف حالا که مثلا مردم ها میگن که یک مرد 4 زن اجازه داره، به نظر من یک گپ پوچ، یک گپ بیماناست، بخاطر از اینکه قسمی که در ماده که در وقتی که انسان یک جرم میکنه اینجا در کورت میره، در کار شما در امریکا زندگی میکنه، من در کانادا زندگی میکنم، در کورت یک آدم قتل میکنه 3 سال میره زندان، یک آدم دیگه قتل میکنه 12 سال میره در زندان. این خودش یک ماده داره از خود، یک که چرا یه انسان کشتی 3 سال میره و انسان دیگه کشتی 16 سال میره، از خود یک ماده داره نه؟ که علمای محترم با شما این مسائل رو میفهمند. اما در قرآن عین چیز نوشته است، در اون زمانی که یک مرد مسلمان 4 تا زن عقد داشت، به خاطر اینکه او در جنگ بود بین کفار گفته محمد و بین مسلمان ها، در اون جنگ ها کی ها می رفتن؟ مرد ها می رفتن، تعداد مرد کم می شد، زن زیاد می ماند. اینا اگر یک مرد یک زن عقد می داشت پس دیگه زن ها چی می کرد؟ ما شما را امروز شنیدیم، بسیار زیاد تشکر دوست عزیزم. اگر چی در قسمت این مسئله آخرتان یک تفسیره دارم ولی تفسیره نمی کنم چون وقت کم مانده، شما را به خداوند میسپارم، دوست دیگه ما را میگیرم که دیگرام کم کم حق ابراز نظر داشته باشن. خانم مریم هم میمانم بعد از او لاین تلفن. بفرمایید دوست عزیزم، روی خط هستین. سلام آقای عیار. سلام دوست عزیزم، خوب هستین؟ امشالله بفرمایید. از شما جامعه شما معذرت میخوام، مزاحم شدم، من یه چیزی نظر سوال داشتم. بفرمایید. اگر که این کسایی که نجیب رو میگم، چند روز پیش شنیدم نجیب رو میگم که تفسیر
مفسر دین بود و مفسر قرآن بود و فلان و بسمدان. قضاوت زیاد در زمان قدرتش هست، نه در زمانی که رئیس خان بود. در زمانی که اون رئیس خان بود که مردم ها را کشتن، کرده جمعه چند تا رفیقای ما هم بودن. یعنی ای آدم نمیتونه که مفسر دین و قرآن باشه و دیگر و دیگر. اگر باشه این قرآن دینی مفسرش باشه از اون آتیر. دوم از اینکه ما زمانی که ما برنامه خود زدنیم اول نه پنجم یا ششم دیدم تا حال دیدم ما بیشتر چیزا رو از خود تو آموختیم. یکی که ما قرآن با فارسی خواندم، شروع کردم با فارسی خواندن از این و شرفتمندان هم باقی شبیدم که ما یک رقم ما وردم افغانستان اکثریتی ما کسایی هستیم که مسلمان کسایی امور و فرمودی خود یعنی یک چیز گفتن با اینکه تعداد مسلمان ها روز بر روز زیاد میشه همیست که ما در خانه پیدا میشیم که اون مسلمان است، ما مجبور هستیم مسلمان باشیم اونا هم اسلامی دیگه و دیگری هم برصورت ما وقتی که ما متشبس هستم میخواییم راجع بدی تا آخرین قدرت خود بفهم ما سوزه که قرآن خواندم دوود اینقدر تناقصات وجود داره که اگر ما اعتقادی روی از این کتاب استفاده نشه و نگوییم که این درست است فقط روی اعتقاد اگر بخواییم او میتونه که یک دینی خریده شد اگر بخواییم که او را علمی تفسیر کنیم و بگوییم که این به هر زمان و به هر شرایط و کنان و بسمادان اصلاح قابلیست این میتونه گرد نیست و به این بسیار تناقصات وجود داره مثل که برادر ما گفت راجیو به چارخان و ما قبلا هم خدمت شما کن راجیو به سوری الهم و اینو چیزایی که در قرآن کم و زیاد شده او بداره ما روی سوری در نماز استاد میشه میگیم قلو و الله و هم بگو مخاطر ما کیست؟ مخاطر ما خداست و ما در برای خدا میگیم که بگو از این چیزا بسیار زیاد است. آقای ایار ما در قرآن بسیار تضادهایی دیدیم، آیت های منسوخ و غیر منسوخ و فلان و بسمدان و ایتو گفا و حتی مثلا یک چیزی که شما یک روز دیگه از تفسیرهایی که هم گفتیم این بود که مثلا سوره عذاب آیت 51 و 52 راجع به گرفتن یا ازدواج کردن محمد با زینب بچه پسر خاندی این با ما این شرطی نداره، این درد رو دوا نمیکنه. این ملاهایی که میگه قرآن برای همیشه است یعنی چی؟ در این اثر ما میتانیم زن بچه خود رو بگیریم برای خود. خب این چیزایی دیگه است که در اون وقت زمان درست بودم. من فقط یه زن تلیفون کردم به این خود بطایید گفته اما دوست ما که قبلا زنگ زد راجع به چارخور صحبت کرد و دوستایی دیگری که در راجع به اختلافات آیت ها زد و نقیصی هم دیگر صحبت بطایید از نام است این زنگ دادم و اخذ همه خدر بانتان میگم که ما مطالعه دقیق بکنیم در قرآن و در آیات عزیز. من این کتابی رو که شما روزیم که در روات محمد ایده دارم میخوانم به خدا چیزایی نوشته است که دل آدم از اسلام بد میشه به خدا هیچ چیز دیگه نیست بسره ما یک چیزم دارم سه کتابی از چیز دارم از همین صحیح بخاری در بنام لولو و مرجان شفه هم به شرافت در این احادیث هست که آدم میشرمه بوده بود باید کاملا اون برگزینه حدیث هایی که مسلم بخاری و اینا خب برس رو من هم ایسان رو احسان رو بگیرم بسیار خوش شدم میرم برای دوستا پیشنهاد میکنم که بی خلطه فعیل نکنن اگر میخوان مسلمان واقعا علمی و موقد و ایگفا باشن کمی بیشتر مطالعه کنن تا همه چیزه اما تو بفهمن سکی و باز از عبادت خدای خدا کنن بیرمی بود آقای گرشن بسیار زیاد شکرم دوست هزم اینی لاین دیگر رو میگیرم وقت ما کم مونده برنامه رو شریک کنین با دوستایتان این یک جنگ یک روزه نیست یک سالا رو میگیره که آیست آیست مردم مطالعه کنن متوجهشان بله بفرمایید سلام جنوب ارسل
سلام خانم مریم، خوب هستین؟ بفرمایید. سلام باشین، شما خوب هستین؟ فامیل همه خوب هستین؟ تشکر، جور باشین، بفرمایید. ما فقط غرض مزاحمتم همین بود که به همه چی دیدم دوستایی بودن که مسلمان اقامه کردن و مثلا اگرم گفتایی میزدن که اخلاق اسلامی در تاجایی که من معلومات دارم واقعا ازش دور است. یعنی من فقط میخواییم بفهمم که یعنی شما چی نظر دارین که وقت آدم اقای اسلامیت یا مسلمانیت بکنه و بدون هیچ دلیل که اگر کسی ده نمیخوای حدیثه قبول بکنه باز او را ملحد یا مرتد بگوین؟ یعنی درست از من میفهم که شما دوباره در جواب چی میگید، ولی همیشه دوست ما به نام نوراها هسته که من در کومنت هم امرایشان همیشه رو بسه داشتم که یعنی چرا میاین و در برنامه ای که خوب میفهمن که مثلا جناب شما را مرتب میگن یا ملحد میگن، باز چرا اینا در این برنامه حضور دارن؟ آیا امیر خودش کدام صدمه در اسلامیتشان نمی‌رسانه؟ یکب شما زدین که یا فامیده یا متو ناخداگاه درست گفتین. نظر به آیت قرآن اگر یک مسلمان ببینه که در یک جای به دینش، به پیغمبرش، به خداوندش توهین میشه، او باید از اونجا زحمت کم کنه، دور شه. همین آیت قرآن هسته. بله. اما یا عملا او کار رو نمیکنن به خاطر از اینکه یا اسلام رو نمیفهمن، قرآن رو نمیفهمن. مسلمان یعنی مجموعه 1 میلیون انسان مخشوش. در خاطر از شاید 10,000 نفر باشه که قرآن حدیث دیگر دیگر رو فهمیده خوانده و ولا هر کدامی که دقیق خوانده دیگر حدیث قبول نداره مثل ما. اینا این نفرهایی که دیجه میشینه برای دو زدن، امو عبدالرحمن فاتح و روزا در برنامه خود گفت که مثلش تبصره کردم، گفت خداوند محمد رایی کرده که برای بشریت اخلاق یاد بده. محمد در زمانش هم که بود همی صحابه کرامش، همی 80% صحابه کرام یکی دیگر را کشتن. جنگایی که صورت گرفته بعد از وفات پیغمبر تا حتی امروز صدها میلیون مسلمان قتل عام شده در دست مسلمان به نام کافر. یعنی اگه اخلاق زشت است، یکی ایر از کجا یاد گرفتن من نمیفهم، مگر این اخلاق را باید گم کنیم. نور آقا جان هم که هسته در یک فامیل اتمی کلان شده که بابایش بیچاره حق نداشته که گفته بابش بیچاره در جنگا بوده یا در کار کده. نور آقا جان در این کوچه در پیش ظاهر دایی کلان شده، در پیش اون مولا در مسجد کلان شده. در اون مسجد اگر شما برین اعمال زشته که در اون مساجد میشه در بیرون هم نمیشه. بنابراین نور آقا جان و کسای مثل نور آقا جان نیازمند کمک هستن بر از این که تداوی شون. از این خاطر است که دشنام از اینا را من خودم شخصا عملا بر از این میگیرم که میگم در یک جامعه یک دارالمجانین هم هست. از دارالمجانین هم میشه که یک آن دفعه نفر زنگ ده، خیر است، اون ما هم وطن ماست. ولی اون همون را آقا جان ده اینمیجه که باشه برای ما یک فایده داره که دو میزنه. اما یک چند وقت بعد نور آقا جان هم آیسته آیسته چی میشه؟ کم کم معلومات پیدا میکنه، معلوماتش کلش تغییر میده، کلش که تغییر کرد قلبش تغییر میکنه، یک انسان غول آیسته آیسته میتونه که به یک انسان تبدیل شود. از این خاطر ما مثلا این دیگه سعی کنیم اینیجه یک آقا سروری نور آقای نمی آقای نور آقا است. دروغ نگو، قرآن با ما امر کرده که تو برای کج روان استی تو را برای مستقیم دعوت کنیم. اگر ما در رای کج روان استم میره بفهمین که خیلی ما در رای کج روان نیستم، قرآن در رای کج روانه. چون ما خواه از روی قرآن براتان، اینی قرآن از روی قرآن براتان میخونم، باز تو میگی مانایش نمیفهمی. خب ما مانایش نمیفهم، تو خو میفهمی، تو ترجمه کردیم از روی ترجمهش. این کتاب دیگه سیرت رسول الله در دجل، اینه ما از روی ازی میخونم.
اگر من نمیفهمم صحیح است که خیمه نمیفهم، مانایش است که قرآن نمیفهمه، سیرت رسول الله نمیفهمه، تاریخ اسلام نمیفهمه، چون من از روی گپ از اینا گپ میزنم. و احتمال دیگه است که چی نداری، خودت هیچ معلومات نداری، بنانم گپ که ملا در مسجد یا طالب زده تا که بیا و بچه در جواب یا که ما با زموجه یکان چیزا از طرف روز یا شب یاد دادی، خودت اونا را یاد گرفتی قبول کردی، اونمون معیار انسانیتت از دو زدن، اونمون معیار انسانیتش است، به نه نمول کار میکنه. اما خانم مریم، من این نفرهای را که چیز در ایجه تعمل میکنم تا اندازه زیاد به این خاطر که امو گپ مولاناست که غول چند در بیابان پرورم آدم کنم. مولانا میگه که در دنیا خادم پیدا نمیشم، اگر ما یک چند تا غول از زیره میگیریم آدم جور میکنیم. البته ما او ویده ها را ندارم، به نظر ما دنیا از آدم پره، ما او کار نمیکنم، مگر یکان غول ها را داریم رقم نور آقا جان، اینا را ما استار است آدم بشکت ما. نیما کاملا طرفدار گپ شما هستم، ولی آمدن من هم انتقادم به این نبوده که نور آقا جان دل زدن. امیدوار هستم که روز وجودشان ذهنشان مثل نامشان منور شود، البته از حقیقت ها منور شود، نه از این جهالت که پیلن بهشان مانده. ولی برای من درشون دادن و دل زدن و اینا یعنی مفید بحث نیست، فقط مرا یعنی چیزی که تحت تاثیر قرار گرفته بود همین که قسمت آیه قرآن واقعا به یادم نیست که در کدام پاره هست یا در کدام جزء از کدام آیه هست، ولی همین شما بیان کردین که مثلا زمانی که در یک محل آدم توانایی استدلال یا قناعت دادن وقت میشنوه از کسی که به بی‌حرمتی میکنه به دین و مذهبش باید این محل رها کنه. ولی من خلا تشویش مزی هست که نشه که همین برادر ما خدای ناخواسته از جنت هم باره از دوزخ هم باره، فقط میتونه اگر تمام شنیدن نداره تمام درک کردن نداره از محل اینا کنه ما را به حال خود ما بگذاره که ما مریم جان، مریم جان امی دو دنیا وقتی که رستخیز میشه بعد از اون مردم ها را همون دوستش را میبینن، کسایی که جنتی جنتی دوزخی دوزخی. نور آقا را ببینیم که دمو یک دشت پر از خاک مانده، او بو 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 نیوتره نیوتره. نور آقا جان چی میکنی؟ بو بو ما گم کردیم دیگه. برحال ما بسیار خوش شدم، وقت ما تو شد احترام مادرها به جا باشه که از بابا شاید سلا نکنه دیگه، شاید شما را سلا کنم که به چی برمی کردم خدای نخواسته که نشیدم که باشید. عموش شاید مرم بگوید که آقای شفیه یردمی پایه مفتم مرم بابا. او خود تیر شوی برم دو سایز مزاق میکنیم، کس معلوم نیست که کی کجا میره چی میشه بعد از مردن. تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ میسپارم، سپاسگزار هستم که شما وقت با ما میتین و شمول آقای نور آقا جان که شما میجمعین گپ میزنین. امیدوار هستم که یک روز به نور واقعی آقای تبدیل شد. خداحافظ شما تا هفته آینده. خداحافظ.